دیوونگی های زیادی کردم که حالا حتی حاضر نیستم به اونا فکر کنم پپ گواردیولا منو قربونی کرد و این حقیقت داره خب ستاره مسی بود گواردیولا مجبور بود و حرف اون گوش کنه اما باور کنید من بیشتر از اون گل می زدم. خیلی هم خوب بازی میکردم گواردیولا حق نداشت به خاطر یه نفر کل تیمو تغییر بده اصلا چرا منو خریده بود هیچ کس همچین پولی رو برای کسی پرداخت نمیکنه تا یه بازیکنو به تیمش بیاره ولی بعد نابودش کنه. گواردیولا باید هر دوی ما رو در نظر می گرفت. من بزرگترین خرید اون زمان بودم. اما گواردیولا منو تبدیل به بازیکنی معمولی کرد. یه بازیکن ضعیف و این تأثیر منفی رو کل تیم داشت. یه روز اومد طرفم و نگاه آقلا در صفی به من داخت. اون روزا فکر می کردم کارش درسته قبل از اینکه دعوامون بشه. یعنی پاییز 2009. همه چیز خیلی فراتر از هم پیش میرفت. در بهترین تیم دنیا بازی می کردم و استقبالی هفتاد هزار نفری از من تو نیو کمپ شده بود. رو ابرا راه می رفتم. خب، البته روزنامه هم چرندیاتی من می نوشتن. اینکه پسر بدی بودم و کار کردن با من سخته و اینجور چیزا. با همه اینا من اونجا بودم. تو بهترین تیم دنیا. هلنا همسرم و پسرام خوشحال بودن. یه خونه عادی داشتم و فکر نمی کردم. هیچ مسئله بدی وجود داشته باشه. اصلا چی میتونست وجود داشته باشه؟ هیچ. اما یه دفعه گواردیولا اومد طرفم و گفت گوش کن پسر، اینجا تو بارسا ما همه سرمونو میندازیم پایین. گفتم، خوبه، حتما. ادامه داد. اینجوری نیست که با فراری و پرشه همون بیایم سر تمرین. سری تکون دادم. قاطی نکردم. نگفتم اصلا به تو چه ربطی داره که با چه ماشینی سر تمرین بیام ولی در همون حال داشتم فکر می کردم که واقعا چی میخواد با این حرفا چه پیغامی رو میخواد به من برسونه باور کنید من نیازی نداشتم که پوز بدم و طوری رفتار کنم که جذاب به نظر بیام برا مهم نبود که چه ماشینی برونم و به همه نشونش بدم البته درسته که عاشق ماشینم و ماشینای خوب و دوست دارم ولی اینا تو کارم اثری نداشت فکر می کردم پشت حرفهای گواردیولا چیز دیگه که میخواد اونو به من بفهمونه. چیزی مثل این که فکر نکن آدم خاصی هستی. ولی برا مهم نبود. مهم این بود که احساس میکردم بارسلونا مدرسه یا چیزی شبیه اون. بازیکناش عالی بودن. ایرادی از کسی نمیشد گرفت. مکس بلم اونجا بود. دوست قدیمی خودم از آژاکس و اینتر. مسی هم بود. ژاوی اینیستا. ولی همشون تعجب میکردم درست مثل بچه مدرسه یا بودن هرچی که مربی میگفت وای میستادن و سرشون رو مینداختن پایین هیچی نمیگفتن چیزی که برای من قابل درک نبود و مسخره بود تو ایتالیا اگه مربی به بازیکن بگه بپرید ستارا نگاش میکنند و میپرسن منظور چیه جب. پس چی باید بپریم ولی اینجا همه ستاره ها همون کاریو میکنن که بهشون گفته میشه من اول فکر میکردم به درد همچین جاهایی نمیخورم. خورم ولی بعد به خودم گفتم از موقعیت لذت ببر حرفاشون رو ندیده بگیر پس شروع کردم به هماهنگ شدن و جا انداختن خودم دیگه خیلی زیاد مثبت شده بودم یه روز مدیر برنامه ها مین و رایلا که دوست خوبی برام بود به هم گفت چت شده زداتان دیگه خودت نیستی البته درست میگفت دیگه کسی منو نمیشناخت من زلاتان قبلی نبودم اوف کرده بودم ولی با همه اینا هنوز کار خودم رو می کردم و کارها رو دوش خودم بود یعنی کارهای خودم و خودم انجام می دادم برا مهم نبود مردم چی فکر می کنن. من هیچ وقت از اینکه کنار آدم های شست رفته باشم لذت نمی بردم همیشه اونایی دوست داشتم که چرا قرمز رو رد می کنن. ولی کم کم فهمیدم که این اشتباه است دیگه حرفامو راحت نمی زدم چیزاییو می گفتم که مردم و مربیا دوست داشتن واقعا مزخرف بود با ماشین باشگاه سر تمرین میرفتم و هر چی می گفتن فقط سر می دادم درست مثل وقتی که تو مدرسه بودم که البته هرگز نبودم حتی یه جوری شده بود که دیگه سر هم تیمیام داد نمی زدم آدم خسته کننده ای شده بودم زلاتان دیگه زلاتان نبود بازی های پیش پست شروع شده بود. من یکی پس از دیگری گل می زدم. یوفا، سوپرکاپ، همه اینا رو بردیم و باعث برنده شدنمون من بودم. فوق داده شده بودم. تو زمین حکمرانی می کردم. ولی با همه اینا همون جور ساکت بودم. آدم دیگه بودم. زلاتان واقعی نبودم و این خطرناک بود. باور کنیم آخه من باید عصبانی باشم تا بتونم خوب بازی کنم. باید فریاد بزنم و داد و بیداد کنم. ولی حالا همه چیزو تو خودم نگه می داشتم. شاید ربطی به روزنامه ها هم داشت. نمیدونم. ولی دومین نقل و انتقال خیلی گرون تاریخ شده بودم. روزنامه ها دوباره هم نوشتن که بچه ی و شخصیت آشوبگری دارم. هر چرت و پرتی که میتونید تصور کنی دربارم می نوشتن. از همه طرف احساس فشار میکردم. مربی گفته بود ما اینجا توی بارسا اهل نمایش نیستیم. میخواستم اینو رعایت کنم ولی این احمقانه ترین کاری بود که تا اون روز انجام دادم. با این حال تو زمین همچنان عالی بودم. فقط از بازی لذت نمی بردم. لذت گذشته ها رو نمی بردم. یه وقتی حتی به بازنشستگی هم فکر کردم. نه اینکه زیر قرار دادم بزنم و نه. چون بالاخره بازیکن حرفه‌ای بودم. ولی هیجان خودم را از دست داده بودم بعد از تعطیلات کریسمس به سوئد برگشتیم رفتیم شمال اسکی وقتی زندگی خسته کننده میشه به مقداری هیجان نیاز داری مثلا تو رانندگی گاهی مثل روانیا میشدم سی سد و بیست و پنج کیلومتر در ساعت میرفتم پلیسا حتی به گرد پرشم نمیرسیدن دیوونگی های زیادی کردم که حالا حتی حاضر نیستم بهشون فکر کنم تو اسکی سرما خوردم و پدرم در اومد برگشتیم توی راه فکر کردم چرا باید آدم دیگه ای بشم کلی پول توی بانک دارم نیازی نداشتم که برده حماقت مربی خاصی بشم میتونستم خوش بگذرونم و مراقب خونوادم باشم روزای خوبی رو گذروندیم ولی زیاد طول نکشید همه یه توی راه برگشتن منو ول کردن و اومدیم اسپانیا بدبختی من از همون موقع شروع شد البته نه خیلی سریع و ناگهانی کم کم انگار توی هوا شناور بود لیونل مسی بازیکن فوقالعاده و بینظیریه ولی من اونو کاملا نمیشناختم چون با هم فرق داشتم مسی از سیزده سالگی به بارسا اومده بود توی فرهنگ مدرسه اونجا رشد کرده بود و با اون مشکلی نداشت توی تیمی که همه برای اون بازی میکردن فوقالعاده بود ولی از وقتی من اومدم و بیشتر گل میزدم رفت پیش گواردیولا و گفت من نمیخوام بالا راست بازی کنم میخوام وسط باشم این در حالی بود که من مهاجم وسط بودم گواردیولا هم حرفشو گوش کرد و سیستم تیمو تغییر داد. منو نوک خط حمله گذاشت و مسی حالا درست پشت سر من بود. با این تغییر من رفته رفته محو می شدم. تموم پاسا به مسی خط شد و من نمی بازی واقعی خودمون بکنم. من تو زمین باید مثل پرنده آزاد باشم. مردی هم که دوست دارم متفاوت باشم اما گواردیولا منو قربونی کرد. اون منو جلوی زمین زندونی کرد. البته میرادی نداره بالاخره ستاره مسی بود گواردیولا مجبور بود به حرفش گوش کنه ناراحتی من از این بود که چرا منو نمیدید من که بیشتر از مسی گل میزدم خیلی هم خوب بازی میکردم اون حق نداشت به خاطر یه نفر کل تیمو تغییر بده اصلا چرا منو خریده بود هیچ کس همچین پولی رو به خاطر بازیکنی پرداخت نمیکنه که یه بازیکن بیاره تو تیمش اما بعد نابودش کنه گواردیولا باید هر دوی ما رو در نظر می گرفت. همین کارش باعث جو عصبی تو شد. مدیر فنی تیم اصرار داشت که برم باش صحبت کنم. می گفت یه جوری حلش کن پسر. ولی یکی از هم عقیده داشت که زلاتان این به خود بارسا مربوطه که یه فراری خریده و میخواد اونو مثل یه فیات برونه. فکر کردم درست میگه. اینطوری هم میشه به قضیه نگاه کرد و آروم شد. مدتی آروم بودم. ولی بالاخره طاقت نیاوردم و یه روز توی جلسات تمرین رفتم سراغ مربی حواسم بود که قضیه به جنجال کشیده نشه گفتم نمیخوام دعوا کنم و جنگ را بندازم فقط میخوام راجع به موضوع خاصی با هم صحبت کنیم سری تکون داد به نظرم کمی ترسیده بود دوباره گفتم اگه فکر میکنی میخوام دعوا کنم میتونم برم من فقط میخوام صحبت کنیم گفت ایرادی نداره منم دوست دارم با بازی کنم حرف بزنم گفتم ببین پپ تو از همه ظرفیت من استفاده نمیکنی من به فضا احتیاج دارم میخوام توی زمین آزاد باشم نمیتونم فقط به عقب و جلو برم من 98 کیلو وزن دارم برای این کار ساخته نشدم مثل همیشه قضیه رو پیچون همه ی حرفامو که گوش داد به طرز مسخره گفت ولی من فکر میکنم میتونی همینطوری هم بازی کنی نه په پس بهتر منو روی نیمکت بنشونی با همه احترامی که برات قائلم باید بهت بگم که میدونی داستان چیه تو داری منو قربونی بازیکنای دیگه‌ات میکنی. اینجوری نمیشه درست مثل اینه که یه فراری بخری ولی اونو مثل یه فیات برونی این دفعه قضیه رو یه جور دیگه پیچوند گفت باشه شاید اشتباه کردم این مشکل منه خودم هم حلش میکنم شاد و شنگول از پیشش رفتم اون میخواست قضیه رو حل کنه ولی اشتباه میکردم از اون به بعد حتی نگامم نمیکرد ولی من طاقت آوردم دیدم فایده ای نداره ناراحت بشم تو همین پستی که بودم سعی می کردم عالی باشم گلای بیشتری زدم البته نه به زیبایی گلایی که تو ایتالیا زده بودم زیادی جلو بازی می کردم کمی بعد دوچار مصدومیت ازولانی شدم معمولا مربیا اینطور مواقع نگران می شن. زلاتان مصدوم احتمالا برای هر تیمی مشکل بزرگیه ولی گواردیولا مثل یخ سرد بود حتی یک کلمه هم چیزی بهم نگفت سه هفته که مصدوم بودم یه بارم نشد که بپرسه چطوری زلاتان به نظرت میتونی برای بازی بعد آماده بشی حتی صبح به خیر نمیگفت اگه من وارد اتاقی میشدم که اون اونجا بود بلافاصله فاصله اتاقو ترک میکرد از خودم میپرسیدم چه خبره یعنی چیکار کردم نکنه قیافه میرادی داره شاید زیادی در بازی در میارم تمرکزم از دست داده بودم با بازیکنان راجع به این موضوع صحبت می کردم. هیچ کس نظری نداشت. هر روز هر ساعت از خودم می پرسیدم. بابا چیکار کردم؟ ایراد کار کجاست؟ جوابی پیدا نمی کردم. تنها دلیل رفتار سرد گواردیولا به نظرم می تونه صحبت ما درباره موقعیت هم باشه. هیچ دلیل دیگه ای نمی تونست وجود داشته باشه. مسخره بود. اگه می خواست به خاطر یه صحبت ساده روانیم کنه، باید جلوشو می دلم میخواست برم جلوش تو چشاش نگاه کنم و حرفم و بزنم ولی از من دوری میکرد. میخواستم ازش وقت ملاقات بگیرم ولی این کارو نکردم. به اندازه کافی زایه شده بودم. اونقدر فکر کردم تا بالاخره به این نتیجه رسیدم که اون نمیتونه با آدمای قوی کنار بیاد. اون بچه مدرسه ای میخواست. همیشه هم از مشکلاتش فرار میکرد. نمیتونست با مشکل رو برو بشه. همین کارا رو خراب میکرد. البته خرابترم شد. قرار بود با این روبرو بشیم. میدونید که آتش بشان شده بود و تموم پروازها کنسل شدن. مجبور شدیم تو سنسی رو با اینتر روبرو رو بشیم. با اتوبوس رفتیم اونجا. اما این سفر فاجعه بود. شونزده ساعت طول کشید. وقتی به میلان رسیدیم خسته بودیم. مهمترین بازی رو پیش رو داشتیم. نیمه نهایی جام باشگاه اروپا. از شدت هیجان اینکه به خونه قدیم برگشتم داشتم قش میکردم. اما میدونستم اوضاع تیممون خوب نیست. گواردیولا یه جور حساسیت عجیبی نسبت به مورینیو داشت. حالا میخواست با اون روبرو بشه. مورینیو یه فوق ستاره بود. با پورتو فاتح لیگ قهرمانان شده بود و تو اینتر مربیم بود. دفعه اولی که همسرم هلنا رو دید، آرون گفت: هلنا، تو فقط یه مأموریت داری. اونم اینه که زلاتانو سیر کنی. بزار حسابی به خواب و خوشحال نگهش دار اون هرچی دلش میخواست میگفت دوستش داشتم هنوزم دوستش دارم کسی که به تک تک بازیکناش اهمیت میده و براشون دلسوزی میکنه تو اینتر دائم پیغام میداد و رو میپرسید دقیقا نقطه مقابل گواردیولا مثال بزنم اگه مورینیو با گواردیولا تو اتاق باشن مورینیو حتما چراغ روشن میکنه ولی گواردیولا حتما پرده ها رو میکشه حالا با کمال غرور میگفت این مورینیو نیست که در مقابلش قرار گرفتیم این اینتره بعد شروع کرد به فلسفه بافی خودش من حتی گوشم نمی کردم چرا باید گوش می دادم؟ همون چرت و پرتای های همیشگیش تکرار می کرد هرگز نشنیده بودم یه مربی فوتبال اینطوری صحبت کنه اولین روز تمرین که شروع شد اومد طرفم و گفت میتونی از اول بازی کنی؟ گفتم چرا که نه؟ دوباره پرسید به نظر خودت میتونی؟ آماده ای؟ محکم گفتم آماده آماده بازم پرسید یعنی واقعا آماده ای مثل توتی دائما اینا رو تکرار میکرد در نهایت کفرم در اومد بهش گفتم گوش کن سفر مزخرفی بود ولی روی فرمم مسئولیت من برطرف شده آماده بازی هم هستم با این حال می دیدم دو دله نمیتونستم درکش کنم در نهایت توی ترکیب اصلی بودم و خیلی زود یکی جلو افتادیم اما یه دفعه همه چی عوض شد بعد از 60 دقیقه بازی تعویض شدم آخرش هم بازی و سه یک باختیم افتضاح بود حسابی عصبانی بودم اما به خونه که رفتم هلنا و بچه هام کاری کردن که شکست رو فراموش کنم وقتی توی آژاکس بودم یه شکست روزا و هفته هامو آزار میداد حالا اینطور دیگه نبود همه چی فراموش کردم و روی بازی تو کم متمرکز شدم بازی تو کم خیلی حساس بود صدای قرش تماشاشا یه لحظه فشار روی تیم دیوانه نیاز به پیروزی بزرگی داشتیم برای اینکه بتونیم تو مسابقات کنیم. اما بعد با... نه نمیخوام راجبش حرف بزنم چون بردیم ولی کافی نبود. در نتیجه از لیگ قهرمانان حذف شد. گواردیولا جوری نگاه میکرد که انگار همش تقصیر من بوده بعد از اون حس کردم دیگه کسی تو باشگاه منو نمیخواد وقتی توی رهکن نشسته بودم گواردیولا طوری با من برخورد میکرد که انگار مزاحمم یا بیگانه هر ساعت توی باشگاه آرزو می کردم کاش می تونستم اینجا نباشم دیگه من به بارسا تعلق نداشتم گواردیولا دیگه با من لج کرد سعی می کرد کنارم بذاره وقتی بازی خارج از خونه مقابل ویار رئال داشتیم فقط پنج دقیقه به من بازی داد فقط پنج دقیقه داشتم از درون منفجر می شدم نه به خاطر نمیکت نشین یا نه به خاطر اینکه مربی اونقدر مرد نیست که جلو بیاد و رک و سریح بگه به اندازه کافی خوب نیستی زلاتان تو خواسته منو برآورده نمی کنی. ولی اون یک کلمه هم حرف نمیزد، فقط محل نمی زشت. دیگه به حد کافی تحمل کرده بودم. عصبانی بودم. خشم تموم بدنمو گرفته بود. نمیخوام بگم عادت به کتککاری کاری و دعوا دارم. نه. همه کاری کردم ولی هیچ وقت کسی رو با مشت نزدم. البته به چند نفر توی زمین کله زدم ولی دعوا و کتک نکردم. وقتی عصبانی میشم سرخ میشم. طوری که شما دوست ندارید دور برم باشین. ولی اون روز کنترل خودم از دست داده بودم. وقتی وارد رخیان شدم، هیچ برنامه قبلی برای دعوا نداشتم. فقط خیلی عصبانی بودم. دشمنم اونجا وایستاده بود و داشت سرش رو میخاروند. کسی به اون صورت دور برمون نبود. فقط توره بود و چند تای دیگه. تا نزدیک شدم، یه لگد محکم به جبهه لباسا زدم. فکر کنم سه متری پرد شد اون طرف. فریاد زدم. واقعا جورت نداری؟ جلوی مورنی ها کم مونده بود خودتو کثیف کنی برو به جهنم کنترلمو از دست داده بودم شاید شما فکر کنید که گواردیولا در جوابم برگشت و گفت آروم باش دلاتان تو حق نداری با مربیت اینطور صحبت کنی ولی نه اون این کارا نبود بزدل بی وجودی بود یک کلمه هم چیزی نگفت فقط جبه لباسا رو برداشت گذاشت سر جاش و اتاق و ترک کرد خبر پیچید توی اتوبوس راه برگشت همه پچپش میکردن که چی شده چه اتفاقی افتاده من چیزی به کسی نگفتم. دوست نداشتم راجع به این موضوع با کسی حرف بزنم. با این حال گواردیولا چند هفته به من بازی نداد. اونم بدون هیچ توضیحی تا اینکه کم کم مشکلات حل شد و بدون دلخوری با هم ادامه دادیم. ولی دیگه سکوت بود. فکر می کردم من 28 سالمه. برای بارسا به تنهایی 22 تا گل زدم. 15 بارم پاس گل دادم. چرا باید با من اینطوری برخورد بشه که این کار وجود ندارم؟ بعد وقتی فهمیدم تو بازی مقابل آلمریا نیمکت نشینم دیگه کفرم در اومد این بار پریدم توی فراریم پامو رو پدال گاز فشار دادم و درست جلوی در زمین تمرین پارک کردم یه سیر که واقعی را افتاد یادم اومد که گواردیولا گفته بود ما اینجا توی بارسا با پرش و فراری سر تمرین نمیاییم ولی من اومده بودم و میخواستم لج گواردیولا رو در بیارم روزنامه ها نوشته بودن قیمت ماشین من برابر با حقوق کل بازیکنای آلمریاست. هیچ اهمیتی ندادم. پرت و پلای روزنامه ها برام هیچ اهمیت و ارزشی نداشت. من تصمیم خودم رو گرفته بودم. میخواستم جنگ خودم رو شروع کنم. این کارو خوب بلد بودم. با مورینیو صحبت کردم. همیشه نقشه هامو به اون میگفتم. آدم باهوشی بود. منم یه آدم کثیف. حتی بچه معلومه میخواستن تا اسپانیا بیان و همه چیزو به هم بریزن ولی نذاشتم. غیر از مورینیو مشکلاتم و با زنم هلنا هم در میون گذاشتم اونم خیلی باهوش و عاقل بود با حرفاش مثل مورینیو به هم قوت قلب داد گفت به فکر بچه ها باش آره حواسم به بچه هم بود همیشه سعی می کردم بهشون خوش بگذره باهاشون تو بازی غرق می شدم ولی کارم طوری بود که نمیتونستم همیشه باهاشون باشم به هر حال از خیر دعوا گذشتم ولی خشم توی سرم میدوید. چشمامو به هم فشار میدادم و برای این انتقام نقشه میکشیدم به این نتیجه رسیده بودم که دیگه برگشتی برام نیست فقط زمان بود که میتونست کمکم کنه تا دوباره تبدیل به زلاتان سابق بشم گاهی مردم ازم میپرسن اگه فوتبالیست نمیشدم چی کاره میشدم چی بگم شاید یه خلافکار واقعی چون پدر و مادرم وقتی کوچیک بودم از هم جدا شده بودن و من خیلی راهای بد و تجربه کردم ولی چون فکرم از همون وقتا این بود که باید مثل رونالدو باشم افتادم تو فوتبال رونالدو قهرمان من بود به صورت آنلاین همیشه دربارش مطالعه می سعی می کردم حرکاتش رو یاد بگیرم آرزو داشتم که حتی از اونم بهتر بشم فکر می کردم چه اتفاقی باید بیفته که بتونم به اونجا برسم هیچ زندگی ما ناعادلانه بود آدمایی مثل من با اون خانواده و اون محیط هیچ شانسی برای اینکه تبدیل به ستاره بشن نداشتن اما با تمام وجود سعی می کردم راهشو پیدا کنم روزی که رونالد اندرسون اومده بود به مدرسه ما من داشتم تو زمین مدرسه با زیر 20 ساله ها بازی می کردم بعد بازی شنیدم که اندرسون می خواد با من صحبت کنه اول ترسیدم فکر کردم می خواد خرابکاریامو گوش زد کنه هزار جور فکر بد کردم قلبم داشت از سینه بیرون می زد. ولی با اعتماد به نفس رفتم پیشش تا رسیدم گفت زلاتان، دیگه وقتشه که با بچه ها بازی نکنی بچه ها؟ منظورش چی بود؟ یعنی من با بچه ها چی کار کردم که نباید دیگه باشون بازی کنم؟ پرسیدم منظورتون چیه؟ چی کار نباید بکنم؟ گفت دیگه نباید با بچه ها بازی کنی زلاتان وقتشه با بزرگترا بازی کنی بله؟ به تیم اول خوش اومدی پسر راستشو بخواید هیچ وقت نمیتونم حسم و تو اون لحظه براتون توصیف کنم مثل این بود که یه دفعه رفتم رو هوا پریدم بیرون یکی از دو چرخهای مدرسه رو بلند کردم و حس کردم توب ترین پسر دنیا شدم رولند اندرسون منو فرستاد تو زمین و این در حالی بود که همه از شدت استراب زمین شده بودن آدرنالین خونم می جوشید 17 سالم بود توی لیگ دست یک بازی می کردم و ده هزار نفر روی سکوها تشویقم می کردم. پشت پیرنم نوشته شده بود ابراهیمویچ با خودم فکر کردم که دیگه هیچ چیز نمیتونه منو متوقف کنه بلا فاصله یه توپ گیرم اومد که شوتش کردم و با فاصله کمی از کنار تیر دروازه رد شد بعد یه اتفاقی افتاد تو دقایق پایانی بازی پنالتی گرفتیم میدونید معنیش چیه مرگ و زندگی اگه پنالتی گل میشد ما آبروی تیم رو حفظ کرده بودیم اگه غیر از این میشد فاجعه بود تموم بازیکنای بزرگ تیم ترسیده بودن هیچکس توی تیم نمیخواست پنالتی بزنه وظیفه سنگینی بود یه دفعه تونی که یه روانی به تمام معنا بود پرید وسط و گفت من میزنم واقعا وجود میخواست فکر کردم یکی باید جلوشو بگیره کار سختی بود و تونی برای این کار خیلی جوان بود یادم یاد چطور پشت تو وایستاد و همه یه بچه ها نفساشون تو سینه حبس کرده بودن و صحنه رو نگاه نمی کردن. وحشتناک بود تونی شوت کرد اما دروازبان توپو گرفت و در نتیجه ما باختیم بعد از اون تونی نابود شد و بلا فاصله من جاشو گرفتم. تونی هرگز نتونست به فوتبال سطح بالا برگرده. در عوض من بیشتر بازی می کردم. توی شیش بازی به میدون اومدم و رولند تو چند مصاحبه از من به عنوان مرواری در صدف یاد کرد. طولی نکشید که بچه ها بعد از هر مسابقه سراغم می و میخواستن با هم عکس بندازن. اینا حسابی به من نیرو میداد. فکر میکردم باید از اینم بهتر بشم. حالا دیگه طرفدارای زیادی پیدا شده بودن و باعث می شدن که من دلم بخواد حرکات تکنیکی بیشتری و نشونشون بدم. یه جوری شده بود که هر لحظه باید براشون عکس امضا می کردم و باهاشون عکس مینداختم. دیگه داشتم اسم در می کردم. یه روز داشتیم تمرین می کردیم. یهو دیدم مردی با موهای جوگندمی کنار درختی وایستاده و داره به من نگاه میکنه. از دور دیدمش و نشناختمش. حس غریبی بهش داشتم. یهو دیدم پدرمه. عجیب بود اون بعد از جدایی از مادرم حسابی ما رو ول کرده بود و دنبال خوشگذرانی های خودش بود ولی حالا اومده بود و داشت تمرین ما رو از دور نگاه میکرد اون هرگز به من امید نداده بود و هیچ وقت تشویقم نکرده بود نمیتونستم باور کنم اون مرد واقعا پدرم بود اومده بود منو نگاه کنه تو ابرا بودم باورم نمیشد مثل این بود که رویا می دیدم. با قدرتی باور نکردنی بازی کردم تا ببینه دادم میخواست فریاد بزنم نگاه کن پدر پسر تو حالا بهترین و استثنایی ترین بازی کنه فکر می کنم اون لحظه یکی از بزرگترین لحظه های زندگیم بود آره من دوباره پدرمو به دست آورده بودم بعد تمرین رفتم پیشش گفتم چطوری بابا؟ گفت عالی بودی زلاتان عجیب بود از اون لحظه به بعد پدرم همه جا با من بود می اومد دنبالم فوتبال من همه چیزش شده بود تموم کارا و حرکات و تمرینا و بازیا و مدالا و گلام و ثبت می کرد و نگه می داشت از اون موقع به بعد اون فقط برای من و فوتبال زندگی کرد این کار به سلامتیشم کمک می کرد ابرا بودم خارق بود یه بابایی حتی آهنگم براش ساخت مردم اون آهنگ و زنگ گوشیهاشون گذاشتن خیلی اونو میخوندن و لذت میبردن نمیتونستم باور کنم که مردم دارن راجبه من شعر میخونن روزنامه ها قور میزدن که مگه این بابا چی داره؟ نمیدونستم که من تصمیم گرفتم مقابل همه دنیا وایسم و به هر کسی که به من شک داره نشون بدم که واقعا هستم و هرگز کسی نمیتونه جلوی منو بگیره توی برنامه تلویزیونی کلی حرفای احمقانه زدم. این قضیه خیلی منو اذیت کرد. همه فکر میکردند من احمق دهنگشادی هستم. ولی موفقیت پیش روم بود. کم کم داشتم به باشگاه های دیگه میرفتم. اون زمان تو مالمو اف اف توپ میزدم. با 85 میلیون کرون رفتم تو آژاکس. زندگیم زیر و رو شده بود. هرچقدر بیشتر به این قضیه فکر میکردم بیشتر مهم میشد. قطعا فقط با آژاکس نمی رفتم. گرونترین بازیکن باشگاه هم می شدم. البته آژاکس منچستر یا رئال مادرید نیست ولی قطعا باشگاه بزرگیه. پنج سال قبل از اون آژاکس فینالیست جام باشگاه های اروپا شده بود. شیش سال قبلشم اونا قهرمان جام باشگاه ها شده بودن. بازیکن های مثل کرایوف، ریکارد، کلایورت، فنباستن و برکمپو داشتن. آشق فنباستن بودم. اون بازیکن فوق العاده بود و قرار بود پیرن اونو بپوشم. واقعا باور نکردنی بود. میخواستم گلگ زیادی بزنم و تغییرات ایجاد کنم. میدونستم که این تازه شروع فشار وحشتناک برای زندگیمه. با کتاب همه جا. هیچ کس 85 میلیون کرون رو برای رضای خدا خرج نمیکنه. آژاکس سه سال بود قهرمان لیگ نشده بود. این برای آژاکس رسوایی بود. اونا بهترین تیم خودند هستند و طرفداراشون انتظارات زیادی ازشون دارن. باید بهترین ها رو به اونا بدی. حالا دیگه نمیتونی بی توجه به بقیه کار خودت رو انجام بدی و از خود راضی باشی. برای این شروع دیگه نمیتونی بگی من زلاتانم تو کدوم خری هستی؟ باید خودم رو با فرهنگ آژاکس وفق میدادم. ولی مشکل اینجا بود که اتفاقات خود به خود اطرافم میافتاد. روزی توی مسیر خونه پلیس جلومو گرفت. تو محدودی که سرعت 70 کیلومتر در ساعت داشتم 110 تا میرفتم نسبت به سرعت هایی که بعدم میرفتم البته سرعتی نبود ولی همون باعث شد پلیس گواهینامه‌مو بگیره روزنامه هم از فرصت استفاده کردن و هرچی دلشون خواست نوشتن یه فهرست کامل از و ردیف کردن و به خورد خواننده هاشون و طرفدارام دادن تموم اخراجایی که شده بودم و نوشتن و همه اینا به هلندم راه پیدا کرد با این که مسئولای باشگاه آژاکس از بیشتر اونا خبر داشتن اما حالا روزنامه نگارای آمستردام هم جذب این موضوع شده بودن. مهر پسر بعد روی پیشونیم خورده بود و پاک نمیشد. اما خودم فکر می کردم با حالترین پسر اروپام. حالا حرفه شده بودم و مبلغی دیوانوار برام پرداخت شده بود. با این حال پول نقد توی جیبم نداشتم که خرچ کنم. یه ما طول میکشید تا باشگاه حقوقم بده. یه مشکلم با ماشینم پیدا کردم. مرسدس کروک هم پلاک سوئدی داشت و نمیتونستم توی هلند باش رانندگی کنم. مجبور بودم بفروشمش و یه مرسدس دیگه یه پنج و پنج اسل سفارش بدم. حالا مونده بودم داغون و گرسنه و گوشم پر بود از حرفای پدر که چه احمقی هستی وقتی پول نداری همچین ماشینی میخری البته حق با اون بود کمکی هم نمیکرد از کسی هم نمیتونستم پول قرض کنم گفتم از باشگاه قرض بگیرم اما مربی گفت نمیتونم همچین کاری بکنم باید روی پای خودت وایسی یخچال و اتاقم خالی بود و دائم به این اون زنگ می زدم یهو یه یاد مکسفل افتادم تو اوورکیک زندگی کرد رفتم پیشش موندم تا اینکه اولین حقوقم رو گرفتم اواخر جولای مسابقات آمستردام بود تورنمنتی با حضور تیمای درجه یک اروپایی برای آماده سازی پیش و اون سال آجاکس، میلان، والنسیا و لیورپول شرکت کرده بودند که برام فوقالعاده بود سری متوجه شدم که این شانس بزرگیه که خودم رو به اروپا معرفی کنم شباهتی به لیگ یک سوئد نداشت. اونجا وقتی توب زیر پام بود، مثل این بود که کلی وقت داشتم اما اینجا منو تحت فشار میذاشتن و همه چیز باید سریع اتفاق میافتاد. تو اولین بازی مقابل میلان بودیم. اونا وضعیت جالبی نداشتن. تو دهه 90 سه جام اروپایی رو برده بودن. بازی که شروع شد، همه یه سعی خودم رو کردم. چند ضربه آزاد گرفتم و چند حرکت خوب انجام دادم. ولی بازی سختی بود و ما یک هیچ باختیم. تو بازی با میلان فراموش کرده بودم که اونا مدافعی مثل مالدینی دارن. بازی بعدیمون مقابل لیورپول بود. اونا هم بازیکنای معروفی داشتن. سامی هیپیا که از فنلان بود و استفان انچوز از سوئد. هنچوز و هیپیا مثل زالو به من چسبیده بودن. کمی که از بازی گذشت، نزدیک پرچم کرنر توپ گیرم اومد و به سمت محوطه جریمه شروع به حرکت کردم. هنچوز اونجا وایساده بود جلوی دروازه. چند تا انتخاب داشتم. فضای کمی بود ولی میتونستم سانت روی دروازه انجام بدم یا پاس به عقب بدم و حتی سعی کنم به دروازه نزدیک بشم. میخواستم حرکت تکنیکی انجام بدم. کار جالبی که رونالدو و روماریو زیاد انجام میدادن. یکی از حرکتهایی که تو کامپیوتر نگاه میکردم و ساعت اونو تمرین کرده بودم خیلی غریزی اومد سراغم. اسمش حرکت ماره. چون اگه درست انجامش بدین، پاهاتون مثل مار حرکت میکنه. البته زیاد راحت نیست. باید قسمت بیرون پاتونو پشت توپ قرار بدین و سریع پاتونو به سمت راست حرکت بدین. اون وقت ناگهان زاویه رو عوض کنین و توپو به سمت چپ ببرین و بوم بوم مثل نور از مدافع حریف عبور کنین. باید روی توپ کنترل کامل داشته باشین. درست مثل بازیکن هاکی که با چوبش روی توپ هاکی کنترل داره. چند بار این حرکت رو تو مالمو دست دوم انجام داده بودم ولی مقابل مدافع با کلاس جهانی مثل انجوز این کار رو نکرده بودم اگه مقابل اون این کار رو میکردم خیلی جالب میشد پس تند به سمت چپ رفتم انجوز به سمت راست رفت اما نتونست خودش رو رو زمین خورد و من ازش رد شدم همه یه تیم میلان اونجا نشسته بودن و فریاد میزدن. تمام آمستردام فریاد میزد. برای من بهترین زمان نمایش بود. اون وقت خبرنگارا محاصرم کردند. بهشون گفتم که خیلی اتفاقی بود. اونا به من لقب فنبستن جدید دادن. با این حال روزای سختی پیش رو بود. علائم هشدار دهنده نمایان بود. هنوز خودم رو جمع جور نکرده بودم. بیشتر توی خونه بودم و شروع کردم به کم کردن وزن. شبیه لک لک شده بودم. مربی من بود. کو آدریانز که تو رسانه ها از من زیاد انتقاد میکرد. اما زیاد جدی نبود ولی بعد بدتر شد. مخصوصا وقتی اخراج شد. رسما گفت که من کله خرابم تازه متوجه این موضوع شدم که حرکت من مقابل انچوز چندان تو آژاکس مورد تمجید قرار نگرفته اونا اینطور به موضوع نگاه میکردند که این فقط یه نمایش برای تماشاگرا بوده تا یه حرکت مفید برای تیم اینا دل سردم کرد واقعا زبون و فرهنگ اونا رو متوجه نمی شدم. مربی با من حرف نمیزد البته با هیچ کس حرف نمیزد کاملا سنگ دل بود وقتی به چشماش نگاه می کردی حس خوبی با آدم دست نمیداد. آمادگی خودم رو از دست دادم. دیگه سعی نمی کردم گل بزنم. دیگه انگیزه هامو از دست داده بودم. همه ی اون تیترا و مقایسه ها با فن بسته ناگهان در مقابلم قرار گرفته بود. حالا یه انتقال ناامید کنند و بد بودم. جای منو تو خط حمله به نیکوس مچلس دادن. یونانی که باهاش رفیق بودم. دائم به خودم می گفتم. کجای کاری کجای کار اشتباهه ببین چطور میتونی از این وضعیت خلاص بشی همه چیز به کندی میگذشت خوب کار نمیکردم مثل این بود که زندگی تو هلند قرار نیست به کامم باشه قربت صده شده بودم نه مربی ازم راضی بود نه طرفدارا طرفدارای دو آتیشه آژاکس خیلی سخت گیرن عادت به پیروزی دارن وقتی دفعه بعد با رودا مساوی کردیم اونا به طرفم سنگ و بطری پرتاب کردند مجبور بودم دنبال سرپناه بگردم وضعیت از این بدتر نمیشد. به جای اون همه زلاتان زلاتانهایی که بیشتر میشنیدم حالا طرفدارای آژاکسم هم علیه من شعار می میتونستم درک کنم. من گرونترین خرید باشگاهشون بودم. نباید روی نیمکت ذخیره ها میشستم. باید واقعا فنبستن جدید میشدم و پشت سر هم گل می زدم اون 85 میلیون کرون لعنتی داشت مثل یک کیسه پر از سنگ منو به بالا و پایین میکشید و حتی غرقم میکرد. یه مدت تو خونه‌ای که به هم داده بودن قایم شدم و تنهایی سر کردم. ولی رسانه ها نوشتن که در حال خوشگذرونیم. در حالی که روز و شب تو خونه بازی کامپیوتری می کردم. تعطیلاتم به سمت خونه پرواز میکردم و خونه بادم میدیدم. ولی خیلی زود برمیگشتم تا سر تمرینا به موقع حاضر بشم. وزنم 75 کیلو یا حتی کمتر شده بود. لاغر شده بودم و احتمالا درب و داغون به نظر میرسیدم. غذا؟ فکر میکنید غذا چی میخوردم؟ فست بود غذای آماده از عکسم روی جلد مجله ها و صفحه اول روزنامه ها دیگه خبری نبود خبرای پیروزی دیگهی برای زلاتان تبدیل شده بود به زلاتان از سوی تماشاگرا هو شد و زلاتان از تعادل خارج است تو این هاگیر واگیر ها فدراسیون فوتبال هلند به خاطر آرنج زدنام توی یه بازی تصمیم گرفت منو از پنج بازی محروم کنه همه چیز مزخرف شده بود بعد از این محرومیتم شروع خوبی نداشتم دوباره توی یه بازی دیگه یه بینوایی و با آرنج زدم و با برانکارد بردنش بیرون. انگار این عادت جدید ولکنم نبود. بعدش دیگه نیمکت نشین شدم که برام خیلی سخت بود. طرفدارام راضی نبودن. بالاخره به این نتیجه رسیدم که باید برم. به اسپورگ زنگ زدم. کار احمقانه بود اما این از اون کاراست که وقتی تحت فشار هستین انجام میدیم. گفتم اس نمیتونی دوباره منو بخری؟ دوباره بخرمت؟ حالت خوبه؟ نه حس حالم خوب نیست من از اینجا بکش بیرون دیگه تحملشو ندارم بی خیال زلاتا ما پول واسه این کارا نداریم تو باید اینو بفهمی باید صبور باشی دلم برای خونه تنگ شد خودمو گم کرده بودم مخصوصا وقتی دستمزدمو کم کردن دیگه طاقت نیاوردم گرونترین انتقال بودم ولی کمترین دستمزدو میگرفتم احساس میکردم مشتی خورده تو صورتم وقتی به تعطوی قضیه فکر کردم فهمیدم سرم کلا رفته قضیه‌ای در کار بود که ازش سر در نمی آوردم ولی تصمیم گرفتم ازش سر در بیارم مدیر برنامه برا خودم گرفتم تو فوتبال بدون مدیر برنامه شانس نداری مدیر برنامه که نداشته باشی باید همینطور وایسی و اجازه بدی که اون عوضی های کت شلوار پوش سرتو کلا بزنن با یکی به اسم اندرس کارسون تماس گرفتم یکی از دوستام اونو معرفی کرده بود کارش درست بود از اون مدل آدمایی بود که هرگز آدامسش رو تو خیابون تف نکرده بود اون کمکم کرد از خیلی چیزا سر در بیارم ولی بعد فهمیدم آدم مناسبی برام نیست این مطلب هر روز برام واضح تر می شد من احتیاج به مدیر برنامه داشتم که انقدر به قانون نچسب و بیخیال چرا قرمز رد کنه بالاخره قرار دادم با اون لغو شد و یه مدیر برنامه جدید گرفتم اسمش مینوریولا بود بهش گفتم دلم میخواد انتقال پیدا کنم اونم با یه قرارداد خوب گفت میتونم شاید با یوونتوس به توافق برسیم که بری اونجا شنیدی چی گفتم؟ شنیده بودم ولی باور نمیکردم. پرسیدم یوونتوس؟ یعنی تو یوونتوس رو برام پرید وسط حرفم و گفت شاید ولی هیچ چیز قطعی نیست فعلا دارم روش کار میکنم یوونتوس احتمالا بهترین باشگاه اروپا بود ستاره های مثل تورام، ترزگه، دلپیرو، بوفون، ندوید از اینا داشت و با وجود اینکه به تازگی فینال جام باشگاه ها رو به میلان باخته بود هیچ تیمی با اونا قابل مقایسه نبود بازیکناش فوق ستاره بودن واقعا امیدوار بودم مینو کارامو ردیف کنه و برم اونجا مدیر یوونتوس اون روزا و موچی بود مردی سرسخت که یکی از بزرگترین مردان فوتبال ایتالیا بود پادشاه بازار نقل و انتقالات اصلا یوونتوس اون متحول کرده بود پشت سر هم قهرمان می شدن. اما آدمی نبود که پاک پاک باشه درگیر چند پرونده رسوایی و رشوه و زد و بند و این چیزا بود عاشق سیگار و کت شلوار براقم بود به عنوان یه مذاکره کننده هیچ وقت کم نمی آورد استاد به توافق رسیدن بود چند روز که گذشت رفتیم سراغش وقت زیادی برای ما نداشت تونستیم نیم ساعت اونم به طور مخفیانه تو مونت کارلو باهاش حرف بزنیم قرار و مدار گذاشتیم و برگشتیم اینو هر چند دقیقه یه بار زنگ میزد کلافم کرده بود چند روز بعد چمدونامو بسته بودم و آماده رفتن بودم هواپیمای شخصی از طرف یوونتوس تو فرودگاه منتظرم بود اما هنوز سر قرارداد اختلاف داشتیم سر مبلغ قرارداد نتونسته بودیم به توافق برسیم دو تا مشکل وجود داشت یکی اینکه مقامات آژاکس قضیه رفتن منو جدی نگرفته بودند دومی که ایتالیایی ها تو آمستردام وکیل نداشتند من خودم سعی میکردم آژاکس تحت فشار بذارم بهشون گفتم من دیگه برای شما بازی نمیکنم. کارم با شما تمومه. اما این حرفم اثری نداشت. اتفاقی نمی افتاد و زمان سپری می شد. اعصابم خورد شده بود. تو خونه نشسته بودم و همه تمرکزم به صفحه تلویزیون بود. از اون طرف مینو با مدیرا میجنگید تا قرارداد و نهایی کنه. با عصبانیت می گفت، چرا مجی وکیل به آمستردام نمی فرسته؟ این دیگه چه جورشه؟ معتقد بود شاید این هم قسمتی از بازی مربیاست. گفتنش سخته ولی چون هیچ چیز مشخص نبود دیوونه شده بودیم. مینو تصمیم گرفت به وکیل خودش بگه بیاد و وانمود کنه که اون وکیل یوونتوسه. وکیل اومد و نقش کوچیکش رو بازی کرد و رفت ولی باز یه جای کار ایراد داشت. مینو گفت ما وقت نداریم باید بریم. به سمت فرودگاه و هواپیمای اختصاصی یوونتوس رفتیم. همون موقع به پدرم زنگ زدم. سلام من دارم با یوونتوس قرارداد امضا میکنم. میخوای اونجا باشی؟ حتما میخواست. از این بابت خوشحال شدم. اگه همه چی جور میشد فراتر از رویاهای های من بود. وقتی رسیدیم دیدم پدرم زودتر از من رسیده. شوکه شدم. کت شلوار پوشیده بود و به نظر آدم کله گنده ای می اومد. احساس غرور کردم. عالی بود. بیرون کلی روزنامه و, و عکاس وایستاده بودن و شایعاتی همه جا پیچیده بود. قیمت من ابتدا از نظر مینو 35 میلیون یورو بود اما به 25 و, و دو و در نهایت 16 میلیون یورو کاهش پیدا کرد. هنوزم رقم زیادی بود. دو برابر رقمی که آژاکس پرداخت کرده بود ولی این رقم برای یوونتوس رقمی نبود برای باشگاهی که زیدان رو با 86 میلیون یورو به رئال مادرید فروخته بود پرداخت این مبلغ خیلی راحت بود مدیرای آژاکس عصبانی بودن مینو اینو باهاشون دائم در تماس بود میگفت اگه قرارداد با زلاتان رو نکنید هیچی از اون 16 میلیون یورو گیرتون نمیاد زلاتانم اینجوری از دست میدید فهمیدین مدیرای آژاکس فکر میکردن پولشون از بین میره اما مینو بهشون گفت واقعا شما احمقا فکر میکنین یوونتوس پول شما رو نمیده این یوونتوس ها؟ مینو کارشو بلد بود بالاخره همه چی درست شد من زلاتان ابراهیمویچ حرفه ای فوتبال حالا تو ایتالیا بودم واقعا بودم دیوونه کننده بود پدرم گفت به تو افتخار میکنم ایبرا مربی یوونتوس فابیو کاپلو بود همون روز اول صدام زد فکر کردم چه گندی زدم که صدام میکنه همه یه ترسی که از دیدن مردم تو کودکی داشتم برگشته بود کاپلو میتونست هر کسی رو دوچار استراب بکنه رونی یه بار گفته بود وقتی کاپلو از کنارتون رد میشه احساس میکنین مردین این حقیقت داشت وقتی قهوهش رو بر و بدون اینکه نگاهتون کنه از کنارتون رد میشد یه جورایی مرمورتون میشد ستاره تو ایتالیا اگه مربی بگه بپر نمیپرن اما قضیه در مورد کاپلو فرق میکرد وقتی می اومد سر زمین بازیکن ها به خط می شدن و معدب وای می سدن. یه بار نگاری ازش پرسیده بود آقای کاپلو چطوره که همه این طور به شما احترام می گفته بود احترام گذاشتنی نیست گرفتنیه این جملهش منو گرفته بود ولی وقتی صدام کرد فهمیدم که خبریه رفتم جلوش واسدادم و گفت تو چیزی برای اثبات نداری ایبرا میدونم کی هستی و چی کار می انجام بدی خیالم راحت شد باید اینو بهش ثابت میکردم. میدونستم که یوونتوس با آژاکس فرق میکنه. آژاکس در مقابل یوونتوس مهد کودک بود. تو یوونتوس همه چی کامل بود. تو آژاکس بازیکنها رها بودن و غذاشون و خودشون برنامه ریزی می کردن. ولی تو یوونتوس ما قبل و هم بعد از جلسه تمرین غذا میخوردیم. قبل از هر بازی توی هتل میموندیم. با سه وعده غذا در روز. پس واضح بود که بزرگتر بشیم. در سنگین ترین حالت 98 کیلو شدم که کمی زیاد بود. مجبور شدم وزنم و کمتر کنم و سراغ دویدن رفتم. اما در کل تبدیل به بازیکن محکمتر، سریعتر و بهتری شدم و یاد گرفتم جلوی ستاره ها بیرحم باشم. نباید بذارید ستاره ها شما رو تحت تأثیر قرار بدن. برعکس باید محرک شما باشن. خودم رو جلو بردم و رشد کردم. همه به من احترام میذاشتن. یا به قول کاپلو احترام و کسب کردم. کاپلو دائم سرم داد میکشید که میخوام آژاکس از تنت بکشم بیرون ایبرا همینطور پله پله به آدمی تبدیل شدم که امروز هستم آدمی که بعد از باخت چنان عصبی میشه که هیچ کس جورت نداره بهش نزدیک بشه سر و صدا میکنم و خشمامو بروز میدم ولی کاپلو تغییرم داد اون فقط آژاکس از من بیرون نکشید منو تبدیل به بازیکنی کرد که به باشگاه میاد و میخواد قهرمان لیگ بشه ولی کم کم دیدم نمیتونم از عصبی شدن رها بشم یه دفعه تو تیم داشتیم که فرانسوی بود. جاناتان زبینا. توی تمرینا خشن بازی میکرد. یه روز تکل خشنی روی من زد. بلند شدم و رفتم جلوش گفتم اگه میخوای کثیف بازی کنی قبلش بگو که منم کثیف بازی کنم. یهو با سر زد تو صورتم. بوم. همه چی سریع اتفاق افتاد. وقت نداشتم فکر کنم. عکس عمل من طبیعی بود. منم بلافاصله اونو زدم. محکمم زدم. روی چمن ولو شد. گفتم الان کاپلو عصبانی میاد اما نیومد اصلا اونجایی که وایستاده بود نگاه میکرد و تکون نخورد مثل یخ انگار این قضیه هیچ ربطی به اون نداره همه داشتن حرف میزدن پچ پچ میکردن چی شده قضیه چیه همه زمین به هم ریخته بود تو همین لحظه بود که کانناوارو به کمکم اومد ایبرا چی شده چیکار کردی یه لحظه فکر کردم از دستم ناراحته ولی یواشکی چشمکی بهم زد که انگار میخواد بگه خوب کردی با حقش بود میدونستم کاناوارو هم از یارو خوشش نمیاد اما لیلین تورام که اومد موزه دیگه گرفت گفت ایبرا تو هنوز جوون و احمقی دیوونه ای آدم از اینجور کارا تو زمین نمیکنه که یه دفعه زمین زیر پامون لرزید و یه نفر داد زد چی میتونست اینطور داد بزن و بگه تورام کاپلو بود به تورام نزدیک شد و گفت جهنم تو به من از این چه بیرون تورام خودش رو جمع جور کرد عین بچه شده بود دور شد و رفت کنار زمین منم اونجا رو ترک کردم دو ساعت بعد زبینا رو تو اتاق ماساژ دیدم روی صورتش یخ چسبونده بود حتما بد جوری درد میکشید زیر چشش سیاه شده بود مجی به جفتمون یه کشیده آبدار زد اما کاپلو هیچی نگفت حتی ما رو برای صحبت معمولی و نصیحت و این چیزا هم نخواست فقط یه جمله گفته بود این کار واسه تیم لازم بود. کاپلو همیشه از این حمایت ها می کرد. دوستش بجنگی. خوشش می اومد مثل حیوون زخم خورده عمل کنی. فقط یه کار اجازه نداشتی بکنی. اون هم این بود که قدرتش رو زیر سوال ببری. یا به اون بیعتنا باشی. اینجوری دیوونه می شد. یادم میاد وقتی تو مرحله یک اشتام جام باشگاه بازی می کردیم. در مقابل لیورپول بازی رو دو هیچ باختیم. قبل از بازی کاپلو تاکتیکمون رو توضیح داده بود و تاکید زیادی روی یارگیری نفر به نفر تو کورنر کرد اما لیلیان تورام تصمیم گرفت یه نفر دیگر رو تو کورنر بگیره همین باعث شد گل بخوریم بعد از بازی تو اخکن کاپلو اومد سراغش ما دورش حلقه زدیم و منتظر بودیم ببینیم چه اتفاقی میفته از تورام پرسید کی به تو گفت یه نفر دیگر رو بگیری تورام گفت هیچکس فکر کردم اینجوری بهتره کاپلو چند تا نفس عمیق کشید و دوباره پرسید کی به تو گفت که نفر دیگر رو بگیری؟ جواب تو رام همون چیزی بود که قبلا گفته بود کاپلو برای بار سوم پرسید وقتی دید تورام ساکته مثل بمب منفجر شد من بهت گفتم یکی دیگر رو بگیری؟ اینجا من تصمیم میگیرم یکی دیگه؟ من؟ میشنوی؟ من تصمیم میگیرم کی چی کار بکنه فهمیدی؟ بعد به میز ماساژ یه لگد محکم زد. توی همچین وضعیتی هیچ کس جورت نداشت سرشو بالا بگیره. همه زمین رو نگاه میکردن. ترزگه، بوفون، کانناوارو هیچ کس حتی از اولم تکون نمیداد. هیچ کس نمیخواست چشمای عصبانی کاپلو رو ببینه. وضعیت همینطور پیش میرفت و سخت های کاپلو به نفع من بود. من همچنان براش خوب بودم. حتی دلپیرو رو بیرون کشید تا برای من جا باز بشه. تو اون ده سال هیچ کس دل رو نیمکت نشین نکرده بود اما کاپلو کرد طرفدارا عصبانی بودن و کاپلو رو هو میکردن آخه دل رو هفت بار لیگو برده بود و بازیکن کلیدی برای تیمش بود قهرمان جام باشگاه ها بود ستاره بیچون و چرایی بود اما کاپلو این چیزا حالیش نبود اون مربی عادی نبود هیچ وقت به گذشته کسی یا آمارایی که دربارش وجود داشت اهمیتی نمیداد منم به این چیزا اهمیتی نمیدادم ولی بالاخره فشارایی هم روی من بود وقتی دل پیرو روی نیمکت بود باید خیلی خوب بازی میکردم و این کارو کردم اونقدر پیش رفتم که دیگه کم کم از جانب طرفدارا اسم دل پیرو رو کمتر میشنیدم صداها بیشتر به ایبرا ایبرا تبدیل شده بود حتی طوری شد که ماه دسامبر اون سال طرفدارا منو به عنوان بازیکن برتر ماه انتخاب کردند که برام خیلی خوب بود داشتم تو ایتالیا تبدیل به فوق ستاره میشدم میدونستم همه چیز تو فوتبال سریع اتفاق میفته یعنی یه لحظه شما قهرمانید لحظه بعد یه مزخرف تموم ایار این برای من اتفاق افتاد پنج بازی هم نتونستم گل بزنم تو مدت سه ماه فقط یه گل زده بودم هنوزم نمیدونم چرا اون وقت اتفاقای بدی افتاد کاپلو شروع کرد به گیر دادن کسی که قبلا منو میخواست و ساخته بود حالا داشت همون آدم منو زمین میزد سرم داد زد که تو هیچ غلطی نکردی واقعا بیارزش شدی دلم میخواست با اعتماد به نفس بهش بگم جبران میکنم ولی اون از این اعتماد به نفس بیش از حد متنفر بود بالاخره یه روز صدام زد و گفت ابرا ای بیا اینجا هنوز از این که کسی اینجوری صدام کنه میترسیدم فکر کردم شاید باز دوچرخه ای بلند کردم یا کسی اشتباهی کتک زدم تو رخکن وایستاده بود و منتظرم بود میخواستم سعی کنم با بهانه از دستش در برم ولی وقتی نمیدونی راجبه چی قرار حرف بزنه سخته کاپلو آدمی بود که وقتی باش تنها میشی به طرز عجیبی قدش رشد میکنه در عوض شما کوتاه میشید تا رسیدم جلوش گفت بشین نشستم اونجا تلویزیون قدیمی بود با یه دستگاه ویدیو قدیمی تر کاپلو یه فیلم گذاشت و بهم گفت دل نگیر این فیلمو نگاه کن گلای مارکوفم بستنه اونا رو جمع کردم حرکاتشو ببین و اونا رو یاد بگیر البته تو فنبستن نیستی و سبک خودتو داری اما من تو رو بازیکن بهتری میبینم فنبستن فقط تو خط جریمه با مهارت بیشتری حرکت میکرد خوب ببین و یاد بگیر من رفتم کاپلو رفت منم تنها اونجا نشستم و فیلمو تا آخر دیدم خب واقعا گلای فنبستن گل بود فهمیدم که کاپلو فقط گل میخواد باید اینو تو سرم فرو می کردم و تو تموم بازی ها جا مینداختم اون زمان ما صدر جدول لیگ بودیم و با آسمیلان رقابت سختی داشتیم. من باید گل می زدم. مدافعان حریف مثل گرگ گشنه دنبالم بودن. همه بازیکن ها و تماشاچی سعی می کردن با فوش و تغییر و اهانت عصبانی می کنن. به هم می گفتن، کولی، ولگرد. حرفایی درباره مادرم و خانوادم می زدن. از کوره در می رفتم. حتی از دستم در رفت و چند ضربه کله زدم همه اینا باعث میشد بیشتر گل بزنم سومین گلزن برتر ایتالیا بودم تو یوونتوس بهترین شدم همه جا تعریف و تمجید بود مردم قوقا میکردن و حالا به جای اون همه فوش و ناسزا تشویق و تحسین بود ایبرا ایبرا از دهنشون نمیافتاد اما چیز دیگه ای هم در شرف وقوع بود بدبختی های ها در حال رشد بودن احتیاج به هوای تازه داشتم دلم یه ماشین جدید میخواست. ماشین بخشی از قراردادم با یوونتوس بود. گفتم فراری انزو میخوام. انزو خفن ترین ماشینی بود که تا اون موقع ساخته بودن. فقط 399 تا از اون ساخته بودن. مدیرای یوونتوس جمع شدن و گفتن پسره یه انزو میخواد. باشه؟ باید داشته باشه؟ مشکلی نیست؟ براش ردیف میکنیم؟ فکر کردم عجب باشگاهی. به هلنا گفتم هر کاری داری کن بیا پیش خودم. اومد ولی وقتی ماشین رو دید خوشش نیومد دوست نداشت با اون رانندگی کنه ماشین وحشی و سفتی بود اما من توی اون ماشین دیوونه می شدم انزو احساسی به من میداد که انگار باید بیشتر تلاش کنم تا لیاقتش رو داشته باشم همه اینا به کنار اوضاع بعد از بازی ما با اینتر میلان جالب نبود راستشو بخواید اگه بگم اونجا چه خبر بود شوکه میشید پر از مشت و فوش یه جنگ مداوم مدافعین اینتر خشن و محکم بازی میکردن. همون موقع فهمیده بودم این بازی عادی نیست. بازی فوش و تنفره. منم هم همونطوری شدم. بازی محکم و خشنی انجام دادم. روبرو شدن با زلاتان آسون نبود. خدا میدونه تمام تلاششونو رو کردن. تکلای زیادی میزدند. اما من کوتا نمیومدم. روی آتیش بودم. به قول ایتالیایی ها فقط چهار دقیقه بعد از بازی من با کردوبا سرامون به هم خورد. روی زمین ولو شدیم من بلند شدم اما تلو تلو میخوردم کردوبا خونریزی داشت با برانکارد بردنش بیرون بعد با سر باند پیچی شده برگشت تو زمین انگار نه انگار در عوض نگاه های رو نظارم کرد تو در سیون من و میهایلوویچ با هم روی زمین افتادیم اون گیج بود ولی بعد شروع شد من جست کل زدن گرفتم میخواستم بهش بگم من به تو نمیبازم عوضی اما اون رو انداخت زمین و قصدش فیلم بازی کنه انگار فقط میخواست من از بازی اخراج بشم ولی حتی یه تذکرم نگرفتم خوب بازی کردم تو همه ی ها تقریبا نقش کلیدی داشتم ولی دروازبان اینتر فرانچسکو تولدو بی نزیر بود توپا رو پشت هم میگرفت دروازبان ما بالاخره یه گل خورد گل اونا رو خولیو کروز با سر زد همه کار کردیم که بازی و مساوی کنیم نشد فضا فضای جنگ و انتقام بود کردوبا سعی کرده بود انتقام بگیره با لگت زدن به رون پام به جاش کارت زرد گرفت ماتراتزی که معروف بود کثیف بازی میکنه و بهش میگفتن قصاب دائم سعی کرده بود از لحاظ روانی به همم هم بریزه بالاخره باختیم بعد از پایان بازی من و کردوبا با هم برخورد کردیم بلا فاصله مثل حرکتی ناخداگاه یه مشت به گلوش زدم کمیته انضباطی ایتالیا به خاطر همین ضربه ها از سه بازی محرومم کرد واقعا بد بود بازی های مهمی از دست دادم شکایت کردم وکیل یوونتوس سعی کرد ازم دفاع کنه ولی نتونست حتی یه متخصص لبخونی استخدام کرد تا بفهمن که بازیکنهای اینتر به من چی میگفتن اما این آسون نبود نتونستیم ثابت کنیم که اونا چیزهایی درباره خانواده و مادرم میگفتن ولی ضربه های من اثبات شده بود تنها دوربینی که ضربه های منو گرفته بود مال شبکه مدیاست بود مدیاست متعلق به برلوسکونی صاحب میلان بود تصاویرش رو سریع به کمیته انضباطی داده بودند. حتی وزیر کشور جوزپ پیزانو درباره این قضیه صحبت کرد و اعتراضها از همه روزنامه ها سر در آورد. فشار روم غیر قابل تحمل شده بود. چرندیات از هر طرف او سرم میبارید. فقط مسئله محرومیت نبود. از هر دری حرف می زدن. ولی چون یوونتوس قانون سایلنز و استمپا رو داشت، هیچ کس حق صحبت با رسانه ها رو نداشت. هیچ چیز. نه بحثی درباره محرومیت ها و نه هیچ موضوع دیگه ای اجازه نداشت جلوی آماده سازی تیمو برای بازی با میلان بگیره که یکی از مهمترین بازی های فصل اروپا بود. هشتاد هزار بلیط فروخته شد. بازی تو خونه میلان انجام می شد و من که قرار بود بازیکن کلیدی باشم محروم بودم. احساس بدی داشتم. حتی کاپلو هم, هم نکرد. از اینکه نمیتونستم جوابی بدم خیلی ناراحت بودم. دیگه نمیتونستم اونجا بمونم. دیگه یوونتوس سقوط کرده بود. از اینکه تصمیم گرفته بودم یوونتوس رو ترک کنم اصلا ناراحت نبودم ولی انتقال از یوونتوس به اینتر میلان خیلی سخت بود طرفدارای یوونتوس به خیانت متهمم کردن من یه جور دلبستگی خاصی به جام باشگاه‌های اروپا دارم حالا تو اینتر میلان بودم بازیای لیگ شروع شده بود و پشت سر هم برای اینتر گل می‌زدم گلای باور نکردنی بهترین بازیکن فصل شده بودم اما قهرمانی در جام باشگاه‌های اروپا سخت به نظر می‌رسید تو اولین بازی قرار بود مقابل منچستر یونایتد قرار بگیریم. یونایتد یکی از بهترین تیم‌های اروپا بود. سال گذشتهش قهرمان جام باشگاه‌ها شده بودند و بازیکنهای مثل رونالدو، وینرونی، اسکولز، گیگز و ویدیچو داشتند. اما هیچ کدوم اونا بار تیمو به دوش نمیکشیدند هیچ کدومشون عنصر تعیین برای باشگاهشون نبودن. تو یونایتد هیچ بازیکنی از باشگاه بزرگتر نبود. ولی مورینیو همیشه تأکید میکرد که ایبرا تو اینتر میمونه. هیچ باشگاهی پول خرید نداره. هیچ کس نمیتونه صد میلیون یورو بابت اون پرداخت کنه. این به نظر نامعقول بود. نمیتونستم باور کنم. موقعیت دشواری بود. من برای بازار خیلی گرون بودم. میدونستم ولی درباره آگندم نامطمئن بودم. همین حرف رو هم به یکی از روزنامه ها زدم که باعث ناراحتی خیلی ها شد. مخصوصا طرفدارای اینتر. مهمترین بازیکن اینتر بودم. هیچ کس نمیخواست منو از دست بده. هر زمانی که حرف از رفتن میزدم جنجال به پا میشد. نمیدونم چرا اشتیاق داشتم ریسک کنم و به جای جدیدی برم. یکی از خبرنگارا ازم پرسید فکر میکنی تو اینتر بمونی و قهرمان جام باشگاه بشی؟ جواب دادم نمیدونم. باید ببینم چی میشه. این آغاز تنش بود. با مینو صحبت کردم گفتم میخوام باشگاهمو عوض کنم. میخوام برم اسپانیا. دقیقا منظورم و متوجه شد. معلوم بود که اسپانیا یعنی رئال مادرید یا بارسلونا. دو تا باشگاه بزرگ که حسابی وسوسه کننده بودند. اونا تاریخ بیمانندی داشتند. رئال بازیکنایی مثل رونالدو، زیدان، فیگو، روبرتو کارلوس، راول و اینا رو داشت. بارسلونا هم لیونل مسی، ژاوی، اینیستا پیوستن به اینا اصلا راحت نبود. خودم نمیتونستم بگم میخوام برم بارسا. نه تنها به خاطر اینکه شهرت و خوشنامی تو اینتر نابود میکرد بلکه به این خاطر که نمیتونستم خودم رو کوچیک کنم شما نمیتونید خودتون رو به باشگاه های دیگه پیشنهاد بدین مدیرا باید این کارو بکنن و باشگاهی که باید بیاد سراغتون بازیکنایی هستن که قیمتشون خیلی بالاست هر باشگاهی قادر به خریدشون نیست من تو اینتر کاکا تو آسمیلان مسی تو بارسلونا رونالدو تو منچستر من هیچ حقوق و تکنیکی برای ترک اینتر نداشتم مهمترین بازیکن اینتر بودم ولی بیقرار بودم همه میگفتند مشکل ایبرا چیه چه خبره هنوز راه زیادی تا پایان فصل باقی مونده بود اما روزنامه ها داستان سرایی رو شروع کرده بودند آیا رئال مادرید زلاتان و رونالدو را به خدمت می گیرد؟ آیا تیمی توان مالی انتقال این دو بازیکن را دارد شایعه ها ادامه داشت حتی زمزمه و پیچوش می میکردند که رئال مادرید میخواد زلاتان رو با گنزالو هیگوین تاخت بزنه خیلی میخواستن منو سر جام بنشونن شنیدم میگفتن هیچ کس بزرگتر از باشگاه نیست زلاتان بی وفا و قدر نشناسه اهمیتی به این حرفا نمیدادم بازیای درخشانی برای این ترمیلان انجام دادم اما مشکلات همچنان ادامه داشت طرفدارای باشگاه ولم نمیکردن نمیدونستند که من فوتبالیستم و دوران فوتبالی بازیکن خیلی کوتاهه اونا میتونستن برای همیشه طرفدار باشگاهشون باشن که خیلی هم خوبه ولی من باید به خواسته های خودم اهمیت بدم یه بازیکن همیشه حق داره که بخواد باشگاهو عوض کنه. یه جا گفتم اگه به خاطر تو اینا و هو کردناتون اسخایی کنین راضی و کل ماجرا رو فراموش میکنم. اما اتفاقی نیفتاد. اونا تصمیم گرفته بودن منو هو کنن نه تشویق. وانمود میکردن که وجود ندارم. نمیدونم چرا. میترسیدم با سر پایین تو باشگاه بمونم. ولی نه. اونا نمیتونستن منو نادیده بگیرن. با اون همه گل، با اون همه افتخار، موضوع چی بود؟ مثل اینکه من برای انتقال باید رکورد بازار رو میشکستم. دائم با مینو تماس میگرفتم و میگفتم چه غلطی داری میکنی؟ چرت میزنی؟ شنیدم که گفت گام شو بابا هیچ چی نیستی هیچ کس تو رو نمیخواد باس برگردی مال مو اف اف فقط بهش گفتم خاک تو سرت لعنت بهت اومه جوان 2009 کاکا با 65 میلیون یورو به رئال مادرید رفت بعد اونم رونالدو با 100 میلیون یورو به همون باشگاه کوچ کرد. سراغ مراتی رفتم. کارشو بدت بود. گفتم گوش کنید. این سالا برای من فوق العاده بودم. خوشحالم که الان تو اینترم. اهمیتی نمیدم اگه آرسنال یا یونایتد سراغم بیان. ولی اگه بارسا پیشنهادی داد، گفت خب گفتم اگه بارسا پیشنهادی داد حداقل با اونا صحبت کنید نه اینکه منو مفت و ارزون بفروشید نه این به خودتون بستگی داره فقط به من قول بدید باشون صحبت کنید. مراتی با اون موهای جولیدهش از پشت عینکش نگاهی به انداخت. درک میکرد پای چه رقمی در میونه. گفت باشه. قول میدم. همون روزا مکس رسمند به بارسا پیوست. در حالی که همه مذاکراتش مخفی بود. ولی خبرهای مربوط به من با تمام جزئیات رسانه ای میشد. از دست مینو عصبانی بودم چرا که فقط کارای انتقاد مکسیل رو انجام داده بود و تو فکر من نبود. بهش زنگ زدم گفتم پس کار مکسول انجام دادی و من موندم آره گفت برو گورت گم کن همین یه روز خوان لاپورتا مدیر بارسلونا که یه کل گنده واقعی بود اومده بود میلان اونم با یه هواپیمای اختصاصی شام هون مراتی و مارکو برانکا بود مدیر ورزش اینتر شنیدم لاپورتا هنوز وارد نشده بود که مراتی بهش رسونده بود که اگه برای زلاتان اومدی بهتر همین الان برگردی بری خونت اون فروشی نیست حسابی از شنیدن این تهدید عصبانی شدم. خبرنگارای لعنتی ولم نمیکردند. مثل سگای وحشی بودند. دائم میپرسیدند چه اتفاقی برات میفته زلاتان؟ بالاخره به بارسا میری یا تو اینتر میمونی؟ جوابی نداشتم بهشون بدم. وسط ناکجا آباد گیر افتاده بودم. مینو به هم امیدواری میداد که به بارسا خیلی علاقه داری ولی بدون که اونا نمیتونن تو رو بخرن. همه چیز نامشخص بود. نامعلوم بود. ولی از این ور اونور شنیدم که مذاکراتی بین مدیرای بارسا و مدیرای اینتر در جریان بوده که من خبر نداشتم. هیچ کس چیزی به من نمیگفت، حتی مینو. همین مینو به طور خیلی ناگهانی بعد از اینکه در جریان مذاکرات بین مدیرای بارسا با مراتی قرار گرفته بود، به هم زنگ زد و گفت: ردیف شدی ایبرا. گفتم: چی ردیف شد؟ گفت: چمه دونه تو به بنداری میری بارسا. گفتم: آیش میکنم دیگه با من شوخی نکنه اعصابشو ندارم شوخی نمیکنم چطور جور شد خریدنت واقعا چطور چطور به این سرعت الان وقت ندارم حرف بزنم بعدا خودت میفهمی تلفن رو قطع کرد نمیتونستم باور کنم سرم داشت گیج میرفت توی هتل بودم چیکار باید میکردم رفتم راه روی هتل و با یکی صحبت کردم هیچ کس باور نمیکرد همه مبلغ قراردادو میپرسیدن نمیدونستم همون موقع مینو دوباره زنگ زد. قطعات پازل داشت کامل میشد. دیگه باور کرده بودم. بهم گفت که مراتی به شکل باور نکردنی همکاری کرده. چون میخواسته چشم میلان رو در بیاره. درخواست کرده بود که قیمت من باید بیشتر از کاکا باشه. کاکا رو رئال مادرید خریده بود. این درخواست کمی نبود. این یعنی دومین نقل و انتقال گرون قیمت تاریخ. اما لاپورتا هیچ مشکلی با این موضوع نداشت. اون با مراتی سریع اما مخفیانه به توافق رسیده بود. کمی طول کشید تا از مبلغ قرارداد باخبر شدم. 85 میلیون کرون من در انتقال آژاکس در قیاس با این یکی پول خورد بود. داریم در مورد حدود 700 میلیون کرون سوئد صحبت می کنیم. حدود 60 میلیون پوند. اینتر 46 میلیون یورو دریافت میکرد به علاوه ساموئل اتو به عنوان قسمتی از قرار داد. ساموئل اتو کم کسی نبود. فصل گذشته سی تا گل به ثمر رسونده بود. یکی از بهترین گلزنای تاریخ بارسا بود. ارزشش 20 میلیون یورو بود. کل مبلغ قرارداد انتقال 66 میلیون یورو میشد. یه میلیون بیشتر از مبلغ انتقال کاکا. میتونین تصور کنین وقتی خبر به بیرون درس کرد چه بلوایی به شد. هوا چهل درجه بالای صفر بود. مثل این بود که همه چیز در نقطه جوش بود. همه به دنبال من بودن. غیر ممکن بود بتونم تمرکز کنم. هنوز وقت رفتن نرسیده بود. مقابل یه تیم مکزیکی توی یکی از بازی های تمرینی بودیم. برای اولین بار شماره ده اینتر رو پوشیده بودم. اما دوران من تو باشگاه تموم شده بود. وقتی به اینتر اومدم، باشگاه هفته سال بود که قهرمان لیگ نشده بود. حالا سه سال پیاپی قهرمان شده بودیم و من به عنوان آقای گل شناخته می شدم. بی نظیر بود. مطمئن بودم مورینیو به خاطر رفتنم ناراحته. اون نمی خواست منو از دست بده. ولی کار از کار گذشته. چند روز گذشت و موقع رفتن رسید. به کپنهاگ پرواز کردم و مستقیم رفتم خونه تا هلنا و بچه ها رو ببینم. دنبال فرصتی بودم که بهشون توضیح بدم و مدتی کنارشون بمونم. اما دیدم خونه رسما از طرف خبرنگارا محاصره شده. طرفدارا بیرون خونه خوابیده بودند. اونایی که بیدار بودن فریاد میکشیدن و آواز میخوندن پرچم بارسلونا رو تکون میدادن و قوقایی به راه انداخته بودن تو خونه تموم خانواده استراب داشتن مامان، بابا، زنم، بچه ها همه عصبی بودن تلویزیون نگاه میکردیم دائم جزئیات قرارداد افشا میشد من و هلنا در مورد اینکه کجا بریم راحت تر زندگی کنیم بحث میکردیم نمیتونستم تو خونه موندن رو تحمل کنم بعد دو روز به بارسلونا رفتیم. عادت داشتم با پروازهای خصوصی سفر کنم. با پروازهای عادی اصلا نمیتونم. هر جو مرج را میفته و طرفدارا شلوغش میکنن. ولی این بار از طرف تیم پیغام دادن که توی بارسلونا ما سرمون رو پایین. ما مثل رئال نیستیم. با پروازهای معمودی سفر میکنیم. این حرفی بود که به من زدن. خب منطقی به نظر میرسید. ناچار با اسپان ایر پرواز کردم. تو فرودگاه مقصد هر جو مرج واقعی رو به چشم دیدم. صدها طرفدار و خبرنگار منتظرم بودن. تموم صفحات روزنامه ها در مورد من و این نقل و انتقال بود. همه در مورد ایبرامانیا حرف می زدن. دیوونه کننده بود. نه تنها گرونترین بازیکن تاریخ بارسا بودم، بلکه هیچ بازیکنی تا اون روز به اندازه من مرکز توجه نبود. توی وی‌آی‌پی فرودگاه با یه ماشین امنیتی به ورزشگاه برده شدم. ابتدا یک کنفرانس خبری بود با صدها خبرنگار بعد از کنفرانس رفتیم به اتاق مخصوص تا لباس بارسا رو بتن کنم شماره نه به من داده بودن شماره رونالدو بود زمانی که تو بارسا توپ میزد حالا همه چی احساسی شده بود استادیوم تو نقطه جوش قرار داشت شست یا هفتاد هزار نفر اون بیرون منتظر بودن چند بار نفس عمیق کشیدم بعد رفتم تو هرگز نمیتونم اون لحظه رو توضیح بدم یه توپ تو دستم بود رفتم روی جایگاهی که اونجا درست کرده بودن جمعیت قرش میکرد ولوله ای به پا بود همه اسم منو فریاد میزدن تموم استادیوم خوشحالی میکردن یکی اونجا بهم گفت بگو ویسکا بارسا یعنی پیروز باش بارسلونا اینو گفتم و چند تا حرکت نمایشی با توپ انجام دادم طرفدارا با صدای بلند تشویقم میکردن آرم باشگاه رو بوسیدم مسئول رسانه‌ای باشگاه گفته بود آرمو ببوس و من مثل یه بچه مدرسه‌ای فرمون بردم انگار یکی تو گوشم میگفت چطور میتونه آرم این باشگاه رو ببوسی در حالی که تازه اینتر رو ترک کردی یعنی هیچ اهمیتی به طرفدارای قدیمی خودت نمیدی توجهی نکردم تموم بدنم داشت میلرزید قدرت تفکر نداشتم یادم میاد فقط دلم میخواست به داخل رخکن فرار کنم تو رخکن کنار میلو نشسته بودم اون هرگز بیشتر از ده متر از من دور نمیشد همون موقع پیامکی برام اومد نگاه کردم. پاتریک ویرا برام نوشته بود. لذت ببر. این برای هر بازیکنی اتفاق نمیافته. اما وقتی یه نفر مثل پاتریک ویرا همچین پیامی ارسال میکنه، باید بدونید که چیز بزرگ و باور نکردنی شدید. همونجا نشستم تا نفسم هم سر جاش بیاد. به خبرنگارا گفتم من خوشحال ترین مرد روی زمینم. شب نمیتونستم بخوابم. تعجبی نداشت تموم بدنم در حال ارتعاش بود دستم هنوز وضع خوبی نداشت بازم توجهی بهش نکردم ذهنم درگیر مسائل بزرگتری بود اصلا فکرشو نمی کردم. تو تست پزشکی روز بعد مشکلی پیش بیاد بعد از پیوستن به هر باشگاهی عادیه که تست پزشکی از شما بگیرن وزن شما چقدره؟ قدتون چقدره؟ درصد چربی بدن میزان آمادگی به دکتر گفتم دستم فقط کمی درد میکنه از دستم عکس گرفت. مشخص شد یه ترک توی دستم هست که باعث اون درد خفیف میشه. ترک؟ امکان نداشت. مهمترین قسمت پیوستن به یه باشگاه جدید رسیدن به اونجا موقع آمادگی پیش از فصله که باعث آشنایی با بازی و سبک بازی تیم میشه. به نظر میرسید من دارم اونو از دست میدم. خیلی ناراحت بودم. با گواردیولا صحبت کردم. به نظر خوب میرسید. بهم گفت متاسف از اینکه برای خوش آمدگویی بهم حضور نداشته. همراه تیم به لندن رفته بوده. بهم گفت هر چه سریعتر آماده مسابقه بشم ولی نمیتونستن ریسک کنن. قرار شد هر چه سریعتر دستم رو عمل کنن. پزشکا دو تا پیچ روی دستم کار گذاشتن تا شکستگی رو در جای خودش نگه دارن و باعث ترمیم سریعتر اون بشه. همون روز به کمپ تمرین تو لس رفتم. سفر عجیبی بود. با اینترم تو همین کمپ بودم. حالا اما با یه باشگاه جدید و گچ بزرگی دور دستم اونجا بودم. حداقل سه هفته طول میکشید تا دستم خوب بشه ولی 15 روز که گذشت قرار شد گچو باز کنم نوامبر 2009 بود هنوز رونم درد میکرد ولی دستم خوب شده بود بازی رو باید از روی نیمکت شروع میکردم اصلا برام جالب نبود فشار بی بود یه جنگ تموم ایار با رئال مادرید تو کمپ بازی داشتیم روزنامه ها مطالب اختصاصی 60 صفحه‌ای می نوشتند مردم درباره هیچ چیز دیگه صحبت نمیکردن جز این بازی. این دو تیم بزرگ دشمنای خونی هم دیگه بودن که حالا باید توی زمین با هم بازی بکنن. با وجود اینکه دست و رونم هنوز کمی درد می کرد شروع خوبی داشتم. تو پنج بازی اول پنج تا گل زدم و اونقدر تعریف و تمجید شنیدم که دلم میخواست پرواز کنم. رابطم با همه خوب بود مسی ژاوی اینیستا همه آدمایی افتاده ای بودن. تو زمین فوق و بیرون از زمین ساده و راحت. هیچ کدوم از سوسول بازی رایج تو ایتالیا اینجا تو رخکن نبود. مسی و بقیه با گرم کن می اومدن و آروم و ساکت می شستن. البته بعدم گواردیولا میومد. به نظرم دیگه معقول بود. بعد از هر تمرینی میومد و با من حرف میزد. واقعا میخواست خواست یخ منو بشکنه. خب معلومه بارسلونا بهترین تیم دنیا بود. گواردیولا نمیتونست با من مثل گذشته تا کنه. همه ساکت و معدب بودن. همه بهش احترام میذاشتن و عین بچه مدرسه یا جلوش صف میکشیدن. منم باید همینطور میشدم. به نظرم صحیح ترین کار این بود که خودمو با تیم وفق بدم. این چیزی نبود که بلد نباشم. دور و رو بررسی کردم. کی قوی تره؟ کی ضعیفتره؟ کی از همه شوخ کی به درد رفاقت میخوره؟ همه رو بررسی کردم. خیلی زود با همه آشنا شدم و سر شوخی رو با همه باز کردم. قبلا توی تیمای دیگه شوخی های پایین شهری زیاد میکردم. این شغل ماست و مجبوریم تموم روز در کنار هم باشیم. کمی شوخی لازمه تا از یه نواختی در بیایم. اما تو بارسا کم, کم تبدیل به آدم خسته کننده ای شدم چون اونجا نمیشد شوخی کرد. بچه مثبت شده بودم و جرأت فریاد زدن و داد کشیدن نداشتم. یه روز گواردیولا به هم گفت: ایبرا ما اینجا توی بارسا سرمون رو میندازیم پایین. ما مثل یه کارگر معمولی هستیم. داریم اینجا کار میکنیم. متوجه ای؟ نمیدونم چرا این حرف زد به نظرم میومد پشت حرفاش چیزی هست به فکر فرو رفتم چرا گواردیولا این حرف زد؟ اول نمیتونستم تشخیص بدم ولی احساس بدی داشتم هیچ کار خطایی نکرده بودم فقط امکان داشت که اون هنوزم فکر بکنه من همون پسر بده قبلیم ولی هیچ کسو با سر نزده بودم هیچ دوچرخهی بلند نکرده بودم اصلا هرگز اینقدر نازک نارنجی و سر نبودم. یه آسب و راسبی های کامل بودم. زلاتان اصل و وحشی دیگه وجود نداشت. ولی چرا گواردیولا اینا رو گفت؟ فکر کردم مهم نیست. همه چی درست میشه. فکر و خیاله. گواردیولا آدم ناخوشایندی نبود. به نظر میرسید منو باور داره. میدونست چقدر برای تیم میارزم. اما اون احساس بعد از ذهنم بیرون نمیرفت. موجای منفی هنوز بود. بیشتر و بیشتر به فکر فرو میرفتم. بعد فهمیدم که گواردیولا با خیلی هم مشکل داشته ولی چون برای باشگاه موفقیت های بزرگی آورده بود باش با کاری نداشتن. گواردیولا قبلا با رونالدینیو، اتو، آنری و حالا با من مشکل داشت چون ماها آدمای عادی نبودیم. شاید یه جور تهدید براش به حساب می اومدیم. به هر حال همه چی رو تحمل کردم و گدامو می زدم. تشنه بازی بودم. تو بازی با چند دقیقه بعد از اینکه دنیل آلوز برزیلی توپی از سمت راست آورد دفاع رئال به هم ریخت و آلوز توپ و سانتر کرد خودمو جلو کشیدم و رسوندم به محوطه شیش قدم بعد با یه ضربه پای چپ توپ توی دروازه کردم بوم استادیوم مثل آتش بشان می جوشید و این احساس رو تو تموم وجودم میریخت که از همه بالاترم بازی و یکیچ بردیم و من برنده اصلی بودم حالا تعریف ها و تمجید ها از هر گوشه ای به گوشم می رسید. دیگه هیچ کس سوال نمی کرد من 700 میلیون کرون می ارزم یا نه. بعد از اون تعطیلات کریسمس اومد. به شمال سوئد رفتیم. حسابی با خانواده گشتیم و برگشتیم. ولی با ناباوری تموم دیدم جو باشگاه برگشته. نمیدونستم چرا. هر دفعه که با مینو ملاقات داشتم میپرسیدم راجب من چی فکر میکنم؟ گفت میگن تو بهترین مهاجم جهانی. میپرسیدم نه منظورم راجع به خودمه شخصیتم مینو چیزی نمیگفت یعنی چیزی وجود نداشت من قبلا به اینجور حرفا اهمیتی نمیدادم تا وقتی بازی میکردم خوب بودم هر کس هر چیزی که دلش میخواست میگفت و برام هم هیچ اهمیتی نداشت ولی حالا این مسائل برام مهم شده بود که کی به چه منظوری دربارهم چی میگه دقت که میکردم میدیدم هر روز نگاه های خاصی به من میشه تیکه پرونیای علی خودم میشنیدم حتی شنیدم که بعضیا میگفتن زلاتان به درد بارسا نمیخوره. بخواید نخواید این حرفا زیر پوستتون میره و تأثیرش میذاره. البته من به تو سری خوردن و حرفای بد شنیدن عادت داشتم. اینطوری بزرگ شده بودم. ولی اون روزها احساس میکردم واقعا بچه بد بارسا هستم و به درد این خانواده نمیخورم. کسی هم که به اینجا تعلق نداره. با همه اینا سعی کردم با تموم وجود خودم و باهاشون وفق بدم. بهتر که نشد هیچ، اوضاع تازه از خرابترم شد. در عوض کار مسی گرفته بود. اون ستاره اصلی باشگاه بود و یه جوری این تیم مال اون شده بود. البته پسر خجالتی و معدبی بود و ازش خوشم می اومد ولی به نظرم میومد که احساس کرده کم کم میخوام جاشو بگیرم. به گواردیولا گفته بود نمیخواد به عنوان بال بازی بکنه میخواست وسط باشه. گواردیولا هم حرفشو گوش کرد. حالا من اون جلو قفت شده بودم و هیچ توپی دریافت نمیکردم. وضعیت حالا برعکس شده بود. به جای من مسی گل میزد. خیلی ناراحت بودم. بهم گفتن برو حلش کن پسر عصبی نشو. ولی عصبی شدم و یه جنگ دوباره شروع شد. گواردیولا دیگه با من حرف نمیزد. نگام نمی کرد. ما همه سلام و پرسی می کرد ولی کوچکترین حرفی با من نمیزد. کم کم اوضاع بدتر شد و تأثیر بدی روی من گذاشت. چرا باید به کسی که تنها راه حلش قلدری اعتنامی کردم؟ بالاخره شرایط شکستم داد. رئیس بالاسری که قدرت داره و به وضوح شما رو نادیده میگیره بالاخره تأثیرش میذاره تموم مدت دنبال این بودم که ببینم چه اشتباهی کردم پیدا نمی کردم طرفم مقر نمی اومد که مشکل چیه گواردیولا در حال خراب کردن بزرگترین سرمایه باشگاه بود مطمئن بودم ترجیح میده از دستم خلاص بشه من قصد زیر سوال بردن توانایی گواردیولا رو ندارم اما بنده خدا مشکل جدی داشت رسما نمیتونست با آدمایی مثل من کنار بیاد. بالاخره طاقت نیاوردم. اون همه حرف و مشکل و رفتار غیرعادی و بیعتنایی یه منفجر شد. یه روز تو رخکن سرش داد زدم که چقدر بزدله که نمیگه چرا با من درگیره. ولی اون به جای جواب دادن مثل قبل منو پیچوند و ازم دور شد. شب داشتم فکر میکردم. آخر این قضیه چی میشه؟ چی کار باس میکردم؟ به وضوح می دیدم. گواردیولا اهمیتی به میلیون ها دلار پول باشگاه که صرف من شده نمیده. حتی تو بازی آخر لیگ منو بیرون گذاشت. انتظار دیگه هم ازش نداشتم فقط داشتم خودخوری می بالاخره یه روز گواردیولا صدام زد گفت میخواد با هم صحبت کنه. رفتم تو دفترش تو استادیوم. دیوارهای اتاقش پر بود از پیرنهای رنگ, رنگ فوتبال و عکسای خودش. فضا واقعا سرد بود. خودش هم عصبی بود و چشماش دائم میچرخید. مطمئنم که منتظر بود من چیزی بگم ولی هیچی نگفتم و همونطور وایستادم کمی که گذشت گفت خب به چشام نگاه نمیکرد ادامه داد مطمئن نیستم برای فصل بعد میخوام با تو چی کار بکنم فقط گفتم باشه ادامه داد این که چه اتفاقی میفته به تو مینو رب داره من واقعا نمیدونم با تو چی کار کنم میخواست حرفشو بزنه عمق که نیستم میفهمیدم میخواد چی بگه مسئله اینجاست که اینطور وقتا هر چقدر حرف بزنی اوضاع خرابتر میشه برای همین دهنمو بستم و تکون نخوردم او میخواست پیغامی به من بده ولی دقیقا معلوم نبود چیه به نظرم میخواست از دستم خلاص بشه فقط آخر سر پرسیدم حرفت همین بود؟ گفت آره اما گفتم باشه مرسی به سرعت زدم بیرون من سرسخت و یدنده بودم اما از درون دود می کردم. بلافاصله به مینو زنگ زدم. به من خبر داد از گواردیولا سوال شده که مسئله زلاتان چیه؟ اونم گفته بود این خود زلاتانه که در مورد آیندهش تصمیم میگیره. زرنگ بود. نگفته بود من از زلاتان خوشم نمیاد. نگفته بود میخوام بفروشمش. گفته بود خودش در مورد خودش تصمیم بگیره. چه چرت و پرتی؟ چیزی تو درونم داشت منفجر میشد. میخواستم یه کار دیوونه وار انجام بدم. اما چطوری؟ متوجه شدم داریم وارد مرحله جدیدی میشیم. بازم با مینو در مورد نقل و انتقال صحبت کردم. مینو مرد این کار بود. گفت سب کن. یه روز تو رخکن نشسته بودم و در حال آماده شدن برای رفتن به زمین بودیم. حس غریبی داشتم. صدای جمعیت رو میشنیدم. طبق معمول گواردیولا هم نگاهی نمیکرد به این فکر میکردم که آیا این آخرین بازی من تو بارساست؟ است؟ یه دفعه همه بلند شدن. کی اومده بود تو رخکن؟ رونالدینیو. دیدم وسط چارچوبه در وایستاده. گیرایی عجیبی داشت همه بهش خیره شدن که چی میخواد با لبخندی گفت ایبرا گفتم بله ساکت رو جمع کن اومدم اینجا تو رو با خودم ببرم میلان همه خندیدن فکر میکردن شوخی میکنه کسی تا اون موقع همچین حرف روکی و اینطوری نشنیده بود رفتم جلوش گفتم تو دیوونه ای چی میگی گفت باید بیای پیش ما ایبرا ما به تو تو میلان احتیاج داریم تعجب کردم میدونستم آسه میلان مثل سابق ثروتمند نیست. ولی رونالدینیو جدی حرف میزد. چند روز گذشت. مذاکرات پشت پرده جریان داشت که من خبر نداشتم ولی یه دفعه شنیدم که 20 میلیون یورو فروخته شدم. آه. قیمت من از 50 به 20 کاهش پیدا کرده بود. این برام دردآور بود. باشگاه مجبور شده بود به خاطر مشکلات گواردیولا منو زیر قیمت بفروشه. تموم شب بیدار موندم و گواردیولا رو لعنت میکردم. این سخت ترین و بیرحمان ترین اتفاقی بود که تو زندگیم رخ داده بود. وقتی از پله های باشگاه پایین می رفتم خبرنگارا محاصرم کردند. می پرسیدن، مشکل کجاست؟ با تموم غرور پایمال شدم گفتم از آقای فیلسوف بپرسید. اینو البته با تنه گفتم. پلنا انتظار نداشت به اون زودی اینطوری بشه انتظار نداشت که دوباره باید خونمون رو به سرعت عوض کنیم بالاخره سوار جت اختصاصی شدیم و همگی با هم بارسا رو ترک کردیم یادم میاد وقتی به فرودگاه لیناتی میلان رسیدیم انگار اوباما اومده باشه هشت آودی مشکی پارک کرده بود منتظر ورود ما بودن فرش قرمزی هم جلومون پهن بود وقتی تو خیابونا راه افتادیم کلی ماشین دنبالمون بود و عکس و فیلم میگرفت مردم قوقایی به راه انداخته بودن کم کم فهمیدم چه جهنمی بود بارسا انگار از زندون آزاد شده بودم و این جشن آزادیم بود همه میلان منتظر بودن هلنا که برای مدت زیادی از دید عموم خارج بود اولین مصاحبهش رو با مجله ال انجام داد. بازخورد اون زیاد بود. هر حرفی راجع ما تبدیل به تیتر می شد. تو روزنامه ها عشق من به هلنا بحث روز شده بود. این باعث می شد که احساس کنم در حال تغییر هستم. من که همیشه از این که در مرکز توجهات باشم انرژی می گرفتم حالا خجالتی و گوشه گیر شده بودم. دلم نمیخواست دور شلوغ باشه برای همین سعی کردیم زندگیمون رو خلوت کنیم. رفتیم آپارتمانی که برامون گرفته بودن. هر روز صبح محافظ پایین منتظر بود. بازم هر روز تمرین و تمرین و عکس گرفتن و امضا دادن. زندگیم به دوره جدیدی رسیده بود. اغلب فکر میکردم وقتی دوران فوتبالم تموم بشه چی کار باید بکنم؟ ولی بازیایی که در پیش داشتیم نمیذاش به این چیزا فکر کنم. شهرآورد میلان مقابل اینتر مهمترین بازی فصل نزدیک بود. همه اینا به کنار خیلی زود متوجه شدم که توی تیم جدید با یه نفر مشکل دارم یه آمریکایی به اسم اوگوچی اونیوو که خیلی هیکلی بود به همه میگفتم یه اتفاق جدی قراره بیفته حسش میکنم همه میگفتن اون بهترین آدم روی زمینه شبیه بکسورای سنگین وزن بود نمیدونم چرا با من کنار نمی اومد دائم برام خط و نشون میکشید یه روز گفت من شبیه مدافعین دیگه نیستم اینو بدون گفتم باشه خوش به با حالت گفت چرت و پرت گفتنات اعصابمو خورد نمیکنه گفتم در مورد چی اصلا حرف میزنی گفت در مورد تو که هیچ کاری غیر از زر زدن انجام نمیدی این خیلی رو مخ منه حالم از این بازیکن به هم میخورد بهش گفتم من تو زمین انتقاممو میگیرم با بدنم تلافی میکنم نه با زبونم تو تمرین بعدی اذیتم کرد یک کله محکم بهش زدم و با هم درگیر شدیم در مورد درگیری های کوچیک و معمولی صحبت نمیکنم کنم ما می خواستیم همدیگه رو تیکه پاره کنیم وحشیانه بود و همدیگه مشت و لگت می زدیم نمی خواستم کوتا بیام تموم بازیکن های تیم به سمت ما دویدن و سعی میکردن از هم جدا میکنن ولی نمی شود. خیلی وحشی شده بودیم بعد ناگهان عجیب ترین اتفاق رخ داد اوگوچی با چشمای پر اش نشست و صلیب کشید و دعا کرد فکر کردم در حال تحریک کردن منه دوباره بهش حمله کردم ولی بچه ها جلومو گرفتن بعد هر دومون احزار شدیم و معذرت خواهی کردیم. اما روزنامه ها دست بردار نبودن. هرچی دلشون خواست نوشتن و اینکه پسر بد اومده میلان و از این حرفا. اهمیتی ندادم ولی حس کردم سینم درد میکنه. سراغ دکتر رفتم. مشخص شد یکی از دندام تو درگیری شکسته. بدترین اتفاقی که ممکن بود بیفته افتاد. تیم داشت برای دربی مقابل اینتر آماده میشد و باید میلان پیروز میشد وگرنه برای من بد میشد. سعی کردم خودم رو به بازی برسونم و برای بازی آماده بشم. بازی بزرگی بود، مهم و حیاتی. روی نیمکت بودم ولی امیدوار بودم که سریعتر به داخل زمین نبرد برم. میدونستم که اگه بیش از حد تو بدنم آدرنالین تولید بشه، بازیم خراب میشه. نعره جمعیت یه لحظه قطع نمیشد. بالاخره رفتم تو بازی. تو دقیقه 15 هم از سمت راست صاحب توپ شدم. دریبل زدم. وارد محوطه جریمه شدم. هیاهوی وحشتناکی بود. پنالتی شد. نفس عمیقی کشیدم. باید پنالتی رو به من میدادن تموم تیم پشت سرم بودن خراب نکن زلاتان به خاطر خدا خراب نکن این یکی رو خراب نکن اینتریار روانی شده بودن فریاد میکشیدن و هو میکردن کاری میکردن که تمرکزم به هم بخوره چندتا از اونا لیزرم داشتن نورای سبز درست توی صورتم بود مربی تیممون اعتراض کرد و داد زد لنتیا دارن زلاتان رو کور میکنن اما چیکار میتونستن بکنن؟ تموم سکوها رو گشتن ولی کسی رو پیدا نکردن. من دویدم و شود کردم دقیقا همون طور که دلم میخواست توپ وارد دروازه شد تموم استادیوم فریاد میزدن و تشویق میکردن حس بی نظیری داشتن یکی دو نفر به خاطر حمله های خشنم آسیب دیدن نفرت اولتراها تو هوا موج میزد تو بیست دقیقه پایانی بازی فشار روی ما وحشتناک بود هر لحظه امکان داشت از خستگی بالا بیارم ولی بالاخره کارو تموم کرد ما پیروز شدیم تو استادیوم قوقا بود نمیفهمیدم کجا هستم و دارم چیکار میکنم و هوا بودم دلم میخواست زمان بیشتری و صرف هل و بچه ها بکنم برای همین مدتی تو تیم ملی سوئد بازی نکردم شنیدم اریک هرمن مربی جدید سوئد شده و یه روز بهم زنگ زد سلام من مربی جدیدم گفتم سلام بذار بدون مقدمه بگم برنامه برگشتن به سوئد رو ندارم گفت چی؟ نه زلاتان. میخوای زیر پامو خالی بکنی؟ نکن این کارو هرمن لجباز بیشرفی بود همینطور پشت سرم هم تماس گرفت و گرفت و گرفت و میگفت همه چه عالی میشه بیا بابا العاده میشیم بالاخره رفتم به خونمون تو مالمو و بعد دعوتش کردم همون اول فهمیدم آدم جالبی و ربطی به مربیای معمولی سوئد نداره بالاخره با هم به توافق رسیدیم که برای تیم ملی بازی کنم و تیم رو به عنوان کاپیتان رهبری کنم. همیشه احساس خاصی به مالمو دارم. اونجا خونه خودمه. هرگز فراموش نمی‌کنم که ها چه کارهایی با من کردن، اما باشگاه رو دوست دارم. هرگز روزی رو که با میلان به مالمو اومدم فراموش نمی‌کنم. تموم شهر ازم قدردانی کردن. مثل یک کارناوال خیابونا لبریز و شلوغ بود. مردم با پایین هاین و فریاد می‌زدن و برام دست تکون می‌دادن. وقتی وارد استادیوم شدم حال و گذشته در هم آمیخته شده بود تموم استادیوم اسم من و فریاد می زدن. انگار که زندگیم از نو شروع شده بود مستند قدیمی که درباره من ساخته بودن هست که تو یکی از سحنه هاش من تو قطار نشستم و میگم تصمیمی می گرفتم میخوام یه لامبورگینی دیابلوی بنفش بخرم و روی پلاکش بنویسم اسباب بازی اونم به انگلیسی حرف بچگانه ای بود و من اون موقع که این حرفو زدم فقط 18 سالم بود و جذاب ترین چیزی که به ذهنم رسیده بود یه ماشین فوق العاده بود حالا طرفدارام یه تابلو بزرگ و دنبال خودشون میکشیدند که از دیدنش کم زد نقاشی من بود کنار یه ماشین که روی پلاکش نوشته بودن اسباب بازی زیرش هم نوشته بودن زلاتان به خونت خوش اومدی ما ماشین رویاتو جور میکنیم قلبم لرزید به قول یکی از دوستا درست مثل قصه ها. این قصه پریا نبود. من زلاتان بودم. همون زلاتانی که یه زمان توی شهر خودم، تو تیم کشور خودم، توپ می زدم و آقای گل بودم. یکی از اون گلا رو هیچ وقت فراموش نمی کنم. اون گلی که تو بازی دوستانه تیم ملی سوئد با انگلیس زدم. آخرای سال 2012 بود. نزدیکای 2013. با شروع نیمه دوم بازی، تو دقیقه هفت و گل دوم خودم و تیمم رو وارد دروازه انگلیسی کردم. شیش دقیقه بعد گل سوم هم به سمر رسید. اما این پایان کار نبود. تو وقت اضافه تونستم گل چهارم خودم و وارد دروازه حریف بکنم. وقتی جوهارت از دروازه بیرون اومده بود با سرش شوت یکی از بازیکنهای ما رو دفع کرد. تصمیم گرفتم یه ضربه به توپ بزنم. برگشتم رو به دروازه خودمون. چهل متر از خط دروازه انگلیس دور شده بودم. روی هوا پرواز کردم و با نوک پا زربه ای به توپ زدم. صدای شادی تماشاگرها رو شنیدم. تازه فهمیدم که با یه قیچی برگردون توپ فرستادم توی دروازه حریف. آره گل زده بودم. دروازه انگلیسی ها رو فت کرده بودم. دیگه نفهمیدم چی کار کردم فقط میدونستم که لباسم و در آورده بودم و به سمت نیمکت میدویدم استادیوم از شادی مردم داشت میلرزید این گل به نظرم بهترین گل تمام دوران زندگی بود جواب تموم حرفایی که بازیکنها و روزنامه های انگلیسی اون موقع پشت سرم می زدن. ولی من به جای تلافی اون حرفا به اونا هدیه برای تموم عمرشون دادم که خودم هم هرگز فراموشش نمی کنم. دقیق یادمه که چی کار کردم هارت خیلی از دروازه دور بود یکی از اون مدافعهاشون اومد که توپ مهار کنه دلم میخواست فریاد بزنم که نه ولی توپ مسیر خودش رو ادامه داد و توی دروازه رفت هیچ وقت اون لحظه رو فراموش نمیکنم کنم. زندگی مو تغییر داد. کاری کرد که من، زلاتان ابراهیموویچ، باشگاه های زیادی و از سر بگذرونم و تو تیمای درجه اول دنیا حضور داشته باشم. آخریشم منچستر یونایتد بود. همه از من می چرا اونجا؟ می گفتم. زمان مناسبی برای اومدن به انگلیس بود. چه کسی می تونه به منچستر یونایتد نیاد؟ من معتقدم هیچ کس نمیتونه به باشگاهی مثل منچستر یونایتد بگه نه. احتمالا بازیکنایی که تو تیمای دیگه انگلیس بازی میکنن هم دوست دارن تو این تیم باشن. من خیلی خوشحالم که بعد از آس میلان، پاریس انجرمن، حالا تو منچستر یونایتد بازی میکنم. حتی اسم این باشگاه هم زیبا و پایان کتاب